به نبض بن‌بست تا غروب سرخ خورشید فرصت قدم زدن هست. پاشو روز تو شروع کن، وقتی راه قصه بازه، کسی جز تو نمیتونه نمیتونه. از تو قهرمان بسازه، از تو قهرمان بسازه، از تو قهرمان بسازه، از تو قهرمان بسازه. حالا خوشی رو به رومه، شب دیگه تمومه، بخون با من بخون با من، روشنی رو به رومه. حالا خورشید رو به رومه، شب دیگه تمومه، بخون با من بمون با من، روشنی رو به رومه، روشنی رو به رومه. به راه لحظه ها باش، توی راه بی نهایت، بگو با من بگو با من، سر زندگی سلامت. پاشو روز تو شروع کن، وقتی راه قصه بازه، کسی جز تو نمیتونه نمیتونه. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان، به نام خدایی که یاد و نامش قلب هممون رو آروم میکنه. خانم آقایان سلام به روی ماهتون، صبح عالی بخیر، صبح شنبه شما بخیر و شادی و شادکامی الهی. امیدوارم که پنجشنبه جمعه خوبی رو پشت سر گذاشته باشید. اونایی که سفر رفتن، اونایی که تفریح کردن، اونایی که خونه بودن، به هر ترتیب بهتون خوش گذشته باشه و یه هفته درخشان در انتظار تک تک شما و مردم صبور و مهربان سرزمینم. ما به حرف شما گوش کردیم، فرمودید که زودتر برنامه رو شروع کنید، چون خیلی میخوام برم مدرسه سر کار برنامه رو ببینن، مخصوصا فصل پاییز رو خیلی زودتر و سرخیستر میشن مردم. ما هم سرخیستر شدیم، زودتر پا شدیم به عشق شما. برنامه رو از امروز ساعت 7 صبح شروع میکنیم و هلوش 2 ساعت و 45 دقیقه خدمت شما هستیم، تا زمانی که بتونیم مفید باشیم و برنامه متنوعی رو بتونیم تقدیم به حضور شما بکنیم. ریتممون هم به شدت تنده و دعوت میکنم حتما برنامه امروز حالا خورشید رو ببینید. تقویم رو نگاه بکنیم، امروز شنبه 7 مهر ماه، 29 سپتامبر 2018 میلادی و 19 محرم 1440 هجری قمری. بهترین ها رو برای تک تکتون آرزو میکنم. خوش به حال اونهایی که صبح پا میشن ورزش میکنن و من همیشه قبطه میخورم به حال کسایی که صبحشون رو با دوچرخ سواری آغاز میکنن.
بسم الله الرحمن الرحیم. آغاز میکنیم با نام بزرگ و اعظمت یا ارحم الراحمین. از تهران ایران، این قلب تپنده خاورمیانه، خدمت بهترین مردمان خاورمیانه سلام و صبح بخیر عرض میکنم. مردم عزیز و گرامی ایران، صبح شنبتون امیدوارم به خیر و شادی باشه. صبح شنبه ها یه قانونی داره، اونایی که صبح شنبه از خواب بلند میشن برای رفتن به سر کار، بعد از اینکه صدای آلارم حالا یا گوشی یا ساعتشون به صدا در میاد، به ازای هر یک دقیقه بیشتر خوابیدن شما باید 5 دقیقه بیشتر بدوین که به موقع برسین و تأخیر نخورین. برای اینکه اون تأخیر رو نخورین، همین الان از خواب بلند شین، همچنین قبراخ سر حال صبحتون رو آغاز بکنید. دیگه ما هم که اومدیم رأس ساعت 7، دلمون خوش بود که مدرسه نمیریم، دانشگاه نمیریم، مجبور نیستیم ساعت 7 بلند شیم، که اونم به لطف مرحمت شما این اتفاق افتاد و باید به همراه 67 نفر از بهترین همکارانم 7 صبح اینجا در مقابل دوربین حاضر باشیم. تصاویری ببینیم، برگردین. حمید طلابیان اینجاست با گزینه‌های روی میز. بفرمایید. صبح عالی بخیر. من حمید ترابیان با بخش گزینه‌های روی میز خدمت شما هستم و مثل همیشه با جدول آخرین قیمت‌های دلار و سکه و طلا و نفت شروع می‌کنیم. قیمت دلار در بازار غیر رسمی تا ساعت 9 دیشب 17500، یورو 20381 تومان، درهم امارات 4756 تومان، پوند انگلیس 22963 تومان، نفت برنت 82.95 دلار، طلای 18 عیار گرمی 488970 تومان، سکه امامی 5130000 تومان، سکه بهار آزادی 5001000 تومان، نیم سکه 2710000 تومان و ربع سکه 1450000 تومان. آخرین قیمت های دلار و سکه و طلا و نفت بود تا ساعت 9 شب. اما امروز شنبه 24 درجه سانتیگراد هوای پایتخت هست. اونایی که اول صبح شدن و این ساعت دارن تجربه میکنن میدونن که خود هوای تهران خنک‌تر شده، اما فردا و پس فردا اتفاقا یکی دو درجه گرم‌تر هم میشه هوای پایتخت و احتمال بارش شده برای شمال و شمال غربی کشورمون در روزهای آینده. قانون جدید سرویس مدارس کودک، راهور تهران بزرگ، گفته که سوار کردن دانش آموزان زیر 12 سال در صندلی جلوی سرویس مدارس ممنوع و صلاحیت و شرایط لازم برای رانندگان سرویس مدارس در طول سال مورد بررسی قرار میگیره. آبادانی ها و خرمشهری های عزیز و صبور برای 4 روز آب ذخیره کنند. این رو رئیس اداره امور آب و فاضلاب خرمشهر گفته که به دلیل تعمیر کانال آبرسانی از دیشب به مدت 4 روز آب ورودی به شهرهای آبادان و خرمشهر تنها از خط قیصریه خواهد بود و مردم آبادان و خرمشهر باید برای این مدت آب ذخیره کنند. حدود 40% از حجم آب ورودی به این دو شهر کاهش پیدا میکنه. از محافظ تیروئید هنگام عکس برداری از دندان استفاده کنید. خیلی همون برام پیش اومده که یا همینطوری میریم میشینیم تا از دندونمون عکس بگیرن، تا حالا از سلامتش یا حالا اتفاقاتی که افتاده مطلع بشیم، اما محققین گفتن که احتمال افزایش سرطان تیروئید به علت استفاده از عکس برداری ایکس ری از دندان بالاست و بیمار باید هنگام عکس برداری از محافظ تیروئید حتما استفاده کنه. پس حتما از تکنیسیان رادیولوژی بخواین که این محافظ رو در اختیار شما قرار بده. مردم، پرداخت جریمه به رانندگان قانونمند در استکهلم سوئد. دوربین های کنترل سرعت این شهر به صورت قرعه کشی جریمه های دریافتی از رانندگان متخلف رو به رانندگان قانونمند پرداخت میکنن، چون تصور میکنن این کار و این پول حق افراد با نظمه.
سفر 27 میلیون توریست به ترکیه. وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه اعلام کرده که در 8 ماه نخست سال جاری 27 میلیون گردشگر خارجی از این کشور بازدید کردند که نسبت به سال گذشته در همین مدت بیش از 22% افزایش داشته. گردشگران ایرانی در رده پنجم بازدیدکننده از کشور ترکیه هستند. بله، مازندرانی ها هم که پیشتازن سفر 7 میلیون و 500 هزار مسافر در تابستان به مازندران بر اساس آخرین گزارش اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان مازندران که تا 31 شهریور 7 میلیون و 500 هزار نفر به مازندران سفر کردند که این آمار هم نسبت به سال گذشته رشد 8% داشته. تبلیغات فیلم‌ها در فضای مجازی محدود شد. با اعلام سازمان سینمایی هر گونه تبلیغات فیلم‌های سینمایی در فضای مجازی منوط به کسب مجوز و عقص تعهدنامه تبلیغات از تهیه کننده و پخش کننده یه اثره. درمان سرطان روده با ویتامین آ. ویتامین آ نقش موثری در پیشگیری و درمان سرطان روده داره. هویج، کاهو، سیب زمینی، روغن ماهی، خردل، گردو، ریحان، گوجه فرنگی، برگه زردالو، هلو و جگر گوساله منبع غنی ویتامین آ هستن. هم گرون. بله. و اینم آخرین خبر. تیم ملی ایران نایب قهرمان شد. تیم ملی والیبال ساحلی ایران با شکست مقابل تیم قطر نایب قهرمان مسابقات قهرمانی آسیا شد. این بود گزینه‌های روی میز امروز. اینجا ایران، تهران، مجله بامدادی. حالا خورشید. خورشید دوباره با نوید آمده است، از پنجره ابر سپید آمده است. برخیز و ببین دوباره از مشرق عشق یک صبح پر از نور امید آمده است. سلام، به از اون برا خوش اومدید. اصلی ترین عامل مرگ تو سراسر دنیا بیماری‌های قلبیه. امروز روز جهانی قلبه. این روز به منظور یادآوری اهمیت این عضو مهم و بیماری‌های مربوط به اون نامگذاری شده. این روزا به همه کسایی که حواسشون هست که دل کسی رو نشکنن تبریک میگیم. به جام جهانی همین امساله، بازی کرواسی و روسیه. درست لحظه ای که داور به نفع کرواسی پنالتی رو میگیره، پنالتی که میتونه کرواسی رو به نیمه نهایی ببره، آژیر ایسکا به صدا در میاد. این آتش نشانای متعصب نجات دادن جون هموطنانش رو به دیدن حساس ترین پنالتی جام ترجیح دادن. هفته مهر روز آتش نشان مبارک. آخر هم صدام حریف جهان آرا نشد. هفته مهر 1360 محمد جهان‌آرا و 4 تن از کلیدی ترین فرمانده های جنگی جون خودشون رو از دست دادن. امروز سالگرد سقوط هواپیمای 330. اهمیت این اتفاق به قدری زیاد بود که بعضی از عملیات های ایران حتی 8 ماه به تعویق افتاد.
شاید اگه این اتفاق نمی افتاد خیلی از سربازا هنوزم پیش خانواده هاشون بودن. روحشون شاد. تولد 91 سالگی خالق تصنیف اپرای مانا و مانیه، استاد حسین دهلوی عزیز، که کتاب پیوند شعر و موسیقی آوازیشون سال 79 برنده جایزه کتاب سال شد. سلام سلام بچه ها، سلام سلام بچه ها، ببینین چی آوردم، ببینین چی آوردم شما. الهی شادی از در و دیوار قلبتون سرازیر بشه. هفته خیلی خوبی رو شروع کنین. خدا نگهدار. صبحتون بخیر مردم عزیز و گرامی ایران. به صبح شنبه و مجله بامدادی حالا خورشید خیلی خیلی خوش آمدید. همونطوری که میدانم و میدانید شنبه اولین روز هفته است و خیلی ها مهمترین تصمیم زندگیشون رو برای همین شنبه میگیرن، شنبه‌ای که آغاز بکنن. هر کسی شنبه رو یه جوری آغاز میکنه، یکی با این امید که بره سر کار یه چند درجه ارتقاء شغلی بگیره، یکی برای اینکه یک مقداری حقوق بیشتر بگیره، ولی بعضیا صبح شنبهشون رو با بسته های امید به زندگی آغاز میکنن. اینا اون دسته از خانواده هایی هستن که بچه های کوچولوی مدرسه ای دارن. اینا عشقن، اینا امید به زندگی میدن، اینا خون رو در رگ های زندگی به گردش و به جریان در میارن. ازتون خواسته بودیم که در بخش سلفی شومون این نازنین ها رو بذارین جلوی دوربین، بعد از این بله ها، قاضی، قازیل، هر کی هر چیزی که بهش میگه از اینا براشون درست میکنین، خیلی با نشاط با لبخند ازشون عکس بگیرین که ما صبح شنبه ببینیم حالمون خوب شه، کلی کیف بکنیم. کلی عکس برامون فرستادین، دمتون گرم، دست گلتون درد نکنه. 0912-94-94-500 این آدرس، یعنی شماره ماست در فضای مجازی، میتونید با ما در ارتباط باشید. HALAA خط زیر خورشید هم که آدرس صفحه مجازیمونه. یه چند تاشونو آره گفتیم، بچه ها مثلا، آره این محمد صدرای عزیز کلاس اولی از جویبار، این از اون لقمه ها نیست که ما میگیم، ولی خب آره این ایشون چقدر با کلاس ریحان سادات موسوی زا میخوایی بذاری نگاه کنیم؟ بریم این عکس‌ها رو بچه های مونتاژ گذاشتن کنار همدیگه، میکس و مونتاژ کردن با یک ترانه خیلی خوب. ببینید سر صبح کیف بکنید. بفرمایید تماشا کنید.
به نام خداوند بخشنده بخشاینده. خانم ها، آقایان، مردم خوشگل ایران، سلام میکنم به شما. صبحتون بخیر، حالتون چطوره؟ امیدوارم که شاد باشین، سرحال باشین، کیف کنین، صبح خوبی رو شروع کرده باشین. پرتقالدان زدن همه تون دوره هم کنار هم با یک نگاه روشن، با یک انرژی مطلوب صبح روز شنبه رو که البته بعضیا چپ چپ نگاش میکنن این صبح روز شنبه رو. آقای نشاط به اندازه کافی راجع به چپ چپ نگاه کردن به صبح روز شنبه همیشه صبح روز شنبه صحبت میکنن. چی شد فعلش دیگه یادم رفت. صبحتون بخیر، حالتون چطوره؟ قربون تاج، شما خوبین؟ شما آقای کی گفت برنامه بیاد ساعت 7؟ شما اونو اول به من نشان بده. خب بهم گفتیم چیکار کنیم که کوچولو هم ببینن برنامه رو، این 7 تا 7 و نیمشو عمو پورنگ تور باشیم، 7 و نیم به بعدشو حالا خورشید رو ادامه بدیم. شما از کی نظر سنجی کردین؟ کجا رأی گیری کردین؟ کی رأی داد؟ چجوری آوردین ساعت 7؟ مشکل چی الان ها؟ نه فقط میخوام بدونم که چجوری رد نظر سنجی کردین. نصف ملت ساعت 5 صبح از خواب بیدار میشن، شما هم یکیش. چه عیبی داره؟ خیلی دلیل منطقی و قانع کننده. یک نفر نیست، ما و 70 نفر از همکارانمون در شبکه 3 سیما افتخارمون اینه که از 7 صبح در خدمتتون باشیم. البته بچه های پخش که 24 آور یعنی 24 ساعته در خدمتون هستن. این 70 نفر رو میگین، دیروز هم پنجشنبه هم اعلام کردن ما 70 نفر سر صبونه ایم، پای کار که میشه 10 نفریم، 3 نفر دوربین، 7 نفر هم پشت دوربین. صبونه خوبه. خوب به علی ثابتی هم گفتن بقیهشون میرن تو این واد سیاره. اون روز جلو منو گرفته میگه یعنی واقعا 50 نفر تو این نیسان جا میشن. بعضی من این نیسان نیستیم، واد سیاره. چیش نیسانه؟ بیا این میلیارد پول واحد سیار بدم بگو نیسانش. نمیدونه دیگه علی ثابتی. بنزه. فقط پولی علی ثابتی. بله. آره. شما اگر شما آقای جانم اگر سرما بخورین مثل من الان که سرما خوردم، فکر کن که آدم در این فصل سرما بخوره وا ویلاس دیگه. یعنی خیلی خیلی وحشتناک. نمیدونی گرمه سرده چیکار باید. چی پیشنهاد میکنیم بر آدمی که سرما خورده؟ عسل و لیمو. آمپول. نه آمپول چی؟ پنیسیلین. آخه باید چرک کنی گلو بعد تشبه بر پنیسیلین. اصلا چرکم نکنه بزنی خوب میشه. من میزنم خوب میشم. همینجوری؟ همینجوری میزنم. الله بختکی بار. برو پنیسیلین. اونی که میزنه دکتره. آه بری پنیسیلین دیگه. ما خودش میزنه دیگه. جوشونده مثلا. آره. چی؟ جان جوشونده نیستم اینا رو نیستم. تو من آدمی هم که زود باید خوب شم، اصلا به هم میریزه اگه خوب نشم. اصلا قرصم که میخوام بهم بدن میگم نه قرصم فقط آمپول. مثلا استامینوفن، ژلوفن. نه نه اصلا فقط ژلوفن آمپول. تحصیل کرده شدیم یا کجا میفهمه ما کجامون درد میکنه؟ ژلوفن میخوره؟ ژلوفن چیکار میکنه؟ میدونه کجامون درد میکنه. یعنی ژلوفن رو میخوریم قبلش بهش نمیگیم که مثلا سرمه، کتفمه، قلبمه. میره همونجا رو درست میکنه. خیلی تحصیل کرده است. در بخش کی با ماست از شما میپرسم که کسی که سرما خورده باشه شما بهش چی پیشنهاد میکنین؟ ببینیم انواع و اقسام پیشنهادات شما در بخش کی با ماست رو. آقا جان، جانم، ویزیت بهترین دکتر 30 تومنه ها. سب کن، میخواین تا من بدم برین دکتر دست از سر مردم بردارین سر زوبی؟ 30 تومنی البته واقعا 30,000 تومن. متخصصش 30 تومنه دیگه. مگه چیکار میخواد بکنه؟ دهن تو واکن دو تا میشه. نه من میگم گرونه از جهت چی گرونیش میگم 30,000 تومن. آه 30,000 تومن نمیخواین من بدین یعنی؟ آدرس صفحه مجازیمون هست HALAA خط زیر خورشید. تشریف بیارین، راه‌های درمان سرماخوردگی در صبح‌های زمستان رو برام توضیح بدین. چه پیشنهادی می‌کنین؟ سرماخوردگی که گلو چرک نکرده باشه. تشریف بیارین. آره اینم اناره. حالا به 80 میلیون ایرانی انار نشون بدی میگه 100 دانه یاقوت دست به دست با نظم و ترتیب یک جا نشسته. این پرچم پاییزه. از الان تا شب یلدا پرچم انار بالاست و امیدوارم که توی خونه هممون باشه، الهی که وضعیت بابا در خونه طوری باشه که بتونه برای بچه ها میوه پاییزی بخره. ایشالله از 20 شروع کنید لطفا. شماره 20 آویشن. آویشن
ارزونه بخور. خانم فرح هستی، نه فراهان هستی، یه همچین چیزی. آبیشن ارزونه، ارزونه چیه؟ ارزنه. ارزن بخورم؟ ارزن. نه آبیشن رو احتمالا با ارزن قاطع. میخوای تو جو هم بخورم آقا چند؟ نوزده. نه میخواستم بگم اون که اونجا نوشته اینطوریه. ندا مجید، عسل و لیموی تازه بخور. چشم. هفته نوشته ترکیب زنجبیل، عسل و آب. این که اورانیوم غنی شده است، ترکیب زنجبیل و عسل و آب. خیلی ممنون. میخوایم فقط سرماخوردگیش خوب بشه، نمیخواد بره کوهنوردی. که 16 خانم فرزانه نریمان، استراحت آش ترخینه. آش بر هر درد بی درمان دواست، یعنی شما پات قطش آش بخور یه دونه جاش در میاد. آش خیلی خوبه. آش خیلی عالیه. آش ترخینه با. 15 اگه کسی سرما بخوره، قرص سرماخوردگی ادولت کولد از یزد. فلاح از یزد محبت کردن. ادولت کولد. 13 فقط میوه درمانی. ام جی ای چی یاور. چقدر اسمتون سخته. میوه درمانی رو توصیه کردم. 11 این میخواد منو به کشتن بده. از قشم خانم راضیه، بستنی بخور خوب میشی. اونجا اینطوریه، خب گرمه چون هوا در قشم بستنی تأثیر میذاره. رضا عطاران در ساعت خوشیه آیتمی داشت، رفته بود خواستگاری، به پدر عروس گفت که خیار بخور لاغر شی. یادته؟ عجیبی که این موقع صبح یادته یه همچین چیزی. نه میخندید قشقش، میخندید گفت خیار بخور لاغر شی. ایشون هم بوده بستنی بخور خوب میشی از قشم. 10 یارپوس چای و چهلی و تو چای و سلام. گارپوس که میشه اندوانه. یارپوس. 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 آره. یارپوس یعنی چی؟ یارپوس فارسیشو نمیدونم یعنی چی. ما ترکا میگیم یارپوس دیگه. یعنی چی؟ یعنی ما فارسا نداریم اون چیزی که چرا داریم نمیدونم چیه. بگین شما تا من بگم چیه. یارپوس دیگه. خب چیه؟ چی شما بگین؟ یارپوس. به چی میگین یارپوز؟ یا به یارپوز میگیم یارپوز با کهلیوتی. هیچ کدومو نمیدونم فارسیش میشه. یارپوز و کهلیوتی. هموطنان ترکه من میدونن که یارپوز چیه، کهلیوتی هم چیه. بفهم نوعی جدول مندلیوف ما خونه داریم. آقا خب معادل داره. شما بگیم مثلا ما به این میگیم یارپوز، ما مثلا با این میگیم لیوان. خب من مندلیوف بپرس نمیدونم تو جدوله، ولی یارپوز و کهلیوت. شلغم تهمینه از شالوس. شلغم بخور. 8 سلام، سوپ مامان و استراحت خانم نسرین علیزاده. به به. پیشنهاد شماره 7 مناسب نوشته که دمنوش پونه عالیه. دکتر شماره 6 سما خبازیان نوشته خواب خواب خواب. اینم بر هر درد بی درمان، انار، آش ترخینه، خواب خواب خواب. شما خدا نکه قطع عضوم بشی خوب میکنه. خواب 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 خواب. دکتر شماره 5 عسل و آبیشن پوریا از قزوین. دکتر شماره 4 دکتر شماره 4 سفکسیم میخورم. صبح شما بخیر خانم محبوبه، من سری سفکسیم میخورم. دکتر شماره 6 صبح بخیر، لیمو شیرین و هندونه سری سرماخوردگی رو خوب میکنه. خانم مریم از کاشان، لیمو شیرین و هندوانه. دکتر شماره 2 دمنوش پونه و آبیشم با عسل. آقای دکتر، آقای دکتر امیر بیگی. امیر بیگی. خواب اول صبح پیشنهاد میدم احسان امیر بیگی از تفت. بله از آبیشم شروع کردیم با تفت تموم کردیم، به پیشنهاد خواب رسیدیم. اینم خوبه. رشید پور با سرماخوردگیت حرف بزن، بگو باید زود خوب شه، خودش میفهمه خوب میشه. یه نکته جذابی که هست، شما الان میپرسیدی که من برای گرفتگی آورت چیکار کنم. حتما همه پیشنهادات مختلف میدادن، میگفتی که مثلا دندون عقلم درد میکنه چیکار کنم، میگفتن روغن ترمز بریز روش. میگفتی کچل شدم میخوام مو در بیارم، میگفتن آویشم بخور با لیمو با اندکی خون خروس دم کن بخور خوب میشه. هیچ کسی نمیگه برو دکتر.
یک نفرم نمیگه برو دکتر. همه پیشنهاد دارن، پیشنهادات خیلی متنوع دارن، به این سببه که ما اصلا نیازی به پزشک نداریم و هر کدومون بیمار شیم کافیه سر کوچه بپرسیم که آقا من چیکار کنم، همه برات نسخه میدن. یعنی شما سرما نخورده بودین؟ چرا سرما خوردم؟ آها میخواستیم، خواستم امتحان کنم. تو بعد نقشه هامو نقشه بر آب کردی، همون اولش گفتی برو دکتر خراب شد. تازه من گفتم اینجوری پیشنهاد دادن. خیلی ممنون. علارغم این که ایشون بله به پزشک اشاره کرد، ولی در کنار اون کلی نسخه. آقا وقتی مریض میشین برین دکتر. حالا جوشونده و اینا که خیلی خوبه، دمتونم گرم. اگه فوشم نمیدین و نمیگین ویزیت گرونه و کوپول و رشیدپور نفست از جای گرم در میاد و اینا، اگه شد یه سری به دکتر بزنید اگه مریض شدید. خیلی متشکرم. خب آقا جون تا نرفتن این کلیپ رو پخش کنیم. این کلیپ آهنگ رو گوش کنم بعد برم. آره. اگه میخواید که سر حال از خونه برید بیرون، صدای تلویزیون رو ببرید بالا، یه موسیقی خوب پخش کنیم کیفتون کوکتر بشه و دیگه بزنید بیرون. 3 2 1 بفرمید. صبح شما بخیر. اونایی که همین الان تلویزیونشون روشن کردن چرا تعجب بکنن که چرا وسط برنامه است. ما هر روز ساعت 7:30 شروع میکردیم هفته قبل، امروز از 7 صبح خدمتتون رسیدیم. یه 30-35 دقیقه هست که خدمت شماییم. انشالله از فردا هم همین ساعت، یعنی حدود ساعت 7 صبح خدمت شما میرسیم که یه طیف مخاطبی که سرخیزن میخوان سر کار برن زودتر از خونه بیان بیرون رو از دست دادیم. و یه نکته مهم، آقا مگه هممون نمیدونیم که سر یه ساعت مشخص باید بریم برسیم سر کارمون؟ مگه نمیدونیم که ترافیک مهر سنگینه؟ یه خورده زودتر از خونه بیایم بیرون که با اعصاب خردی این راه خونه تا محل کارو طی نکنید. مخصوصا اگه لطف بفرمایید، کلی هم تبلیغات شده، کلی هم توی بیلبوردها هست،
استفاده بکنید از سرویس مدارس، حتما نباید پدر مادر خودشون بچه‌هاشون رو ببرن بذارن دم در مدرسه. اگه از سرویس مدارس استفاده بکنید قطعا ترافیک سبکتری خواهیم داشت، مخصوصا این یکی دو ماه اول پاییز رو، مهر رو، آبان رو رعایت بکنید که انشالله هم ترافیک کمتری داشته باشیم، هم کمتر اعصابمون خرد بشه، هم کمتر آلودگی هوا رو در پاییز زمستان تجربه بکنیم. میخوایم آماده بشیم برای بخش جذاب و پرطرفدار روزنامه ها که آقای رشیدپور رفتن اون استودیو و نگاه میکنن تیترهای اصلی روزنامه های کشور. صبح بخیر مردم خوشگل ایران، امیدوارم که حالتون خوب باشه. نمیدونم کجا دارید منو نگاه میکنید. روی میز کاری من روزنامه های صبح ایران تشریف دارن که با هم دیگه نگاه خواهیم کرد ببینیم که در روزنامه ها چه خبره. همانطور که خود شما هم پیش بینی میکنید، ماجراهای ترقوزآباد در صفحه اول روزنامه های ایران، تیترای اصلی، عکسای نخست رو به خودشون اختصاص دادن روزنامه نگارها. اهالی مطبوعات طبق ذوقشون تیترای جذاب برای ترقوزآباد انتخاب کردن. همینطور راجع به FATF داریم، آقای آخوندی یکی از وزرای محترم کابینه به صفحه یک فرهیختگان آمده. روزنامه همشهری تمام صفحه، نه تمام صفحه اشتباه گفتم، نصف صفحه عکس یک آتش نشان رو چاپ کرده، از روز آتش نشان غافل نشده. و اتفاقات دیگر که با هم دیگه بررسی بکنیم. اول بریم سراغ ترقوزآبادی ها و ببینیم که روزنامه ها راجع به ترقوزآباد چی می نویسن. با وطن امروز آغاز می کنم که تعبیر کرده به دستانداز ترقوزآباد با عکس درشتی از بنیامین نتانیاهو و اون عکس معروفی که از ترقوزآباد رو کرده آقای نتانیاهو. و وطن امروز می نویسد دستانداز ترقوزآباد. بیایم سراغ روزنامه هفته صبح. هفته صبح نوشته سلفی در ترقوزآباد، که می بینید مردم به این نشانی که در ترقوزآباد اعلام شده در سازمان ملل مراجعه می کنن، سلفی می گیرن و در صفحات مجازیشون منتشر می کنن. تا اینجا آمدیم یه لحظه از کامیونام حرف بزنیم. کامیون، کرایه، لاستیک و بیمه، همه چیز درباره اعتراض کامیوندارها. دولت در صدد رفع دغدغه هاست. خیلی از کامیونداران عزیز به برنامه ما هم پیام دادن که در مورد مشکلاتشون صحبت بکنیم، که حتما اطاعت میکنیم و این کار رو به زودی انجام خواهیم داد. روزنامه اعتماد به عنوان یک روزنامه اصلاح طلب از تداوم پروژه ایران هراسی توسط نتانیاهو صحبت کرده و نوشته معرکه گیری به وقت ترقوزآباد. پس از اظهارات نخست وزیر رژیم صهیونیستی، هشتگ ترقوزآباد داغ شد و کاربران ایرانی اقدام به تمسخر سخنرانی او کردند. ماشاءالله هزار ماشاءالله. مجمع عمومی 73 مجمع جذابی بود، با خنده و شوخی شروع شد، با خنده و شوخی بین کاربران ایرانی به پایان رسید و سوژه داغ به دست طنزپردازان در فضای مجازی و رسانه‌ای داد. روزنامه آفتاب اینجا نوشته قیمت زمین در ترقوزآباد کشید بالا،
تابلو ترقوزآباد رو اینجا چاپ کرده، یه روستاییه که حالا باز در موردش بیشتر صحبت خواهیم کرد. ببینم همشهری هم یه گزارش خوب داشت، شکار کردم همشهری رو. اسماعیل سلطنت‌پور عزیز در روزنامه همشهری ماجراهای ترقوزآباد رو مفصل نوشته، یه گزارش جذاب در روزنامه همشهری داریم راجع به ترقوزآباد. یه دونم در جام جم بود، جام جم پیدا بکنم. اینا جام جم عکس نخستش به ماجرای ترقوزآباد اشاره داره، تور ترقوزآباد. حالا جذابیت این عکس برای حالا خورشید اینه که این دو نفر بچه های حالا خورشیدن، این فرشید فاضلیه با اینک آفتابیش و این هم همون اردوان رحیمی معروفه که رو آنتن هی دست گل باب میده. اونام دارن سلفی میگیرن مقابل سردر ترقوزآباد. چرا؟ چون بچه ها رفته بودن یه گزارش بگیرن عدل از همونجا، یعنی بر اساس جی پی اس هم رفتن، جی پی اس های نتانیاهو رو با ماهواره رصد کردن و دقیقا رفتن به همون مختصات جغرافیایی که حالا من در برنامه در موقع مناسبش گزارش حالا خورشید از ترقوزآباد رو براتون پخش خواهم کرد. متشکرم از جام جم که عکس بچه های ما رو زده. دیگه چی داریم؟ خب برویم سراغ روزنامه فرهیختگان که از آقای آخوندی نوشته بود، خیلی تند، یک تیتر تند زده برای آقای آخوندی. بازخوانی کارنامه عباس آخوندی وزیر روینتن دولت در حوزه مسکن متخصص ایجاد تورم و رکود، تیتریه که روزنامه فرهیختگان برای آقای آخوندی انتخاب میکند. و میبینیم ارتباط FATF با اتاق جنگ امریکا هم تیتر درشت روزنامه فرهیختگان هست. میریم سراغ روزنامه، از یک روزنامه اصولگرا بریم سراغ یک روزنامه اصلاح طلب. روزنامه شرق کارنامه روحانی در نیویورک رو بررسی میکنه، روایت کارشناسان از سخنرانی رئیس جمهور در سازمان ملل. کارنامه روحانی در نیویورک، تحلیلگرها چه از این جناب چه از اون جناب به سخنرانی آقای رئیس جمهور در سازمان ملل روی خوش نشان دادن و گفتن که سخنرانی مناسبی بوده در جهت دفاع از حقوق بین الملل و اثبات صحت مواضع کشورمون. تقریبا میشه گفت بالای 90% کارشناسا اصولگرا و اصلاح طلب همچین موضعی داشتن. بریم سراغ روزنامه کیهان، ببینیم کیهان برای چندمین روز باز هم FATF رو به عنوان تیتر اصلیش انتخاب کرده و نوشته که نمایندگان مجلس گرفتار تحلیل اشتباه دولت نشوند، آدرسای غلط وزارت خارجه برای تطهیر FATF. FATF یک نهاد مالی بین المللی است که امروزها مجلس ایران درگیر تصویب لوایح مربوط به FATF هست و به همین سبب در فضای رسانه‌ای هم به شدت در موردش بحث میشه. بیایم سراغ روزنامه دولت، ارگان دولت روزنامه ایران که نوبت نوسازی اقتصادی رو به عنوان تیتر نخستش انتخاب میکنه، عکسی از کابینه رو هم زده. ایران گزارش میدهد پس از سفر روحانی به نیویورک و موفقیت‌های دیپلماتیک در سازمان ملل، کارشناسان پیش بینی میکنند که ششم چرا نمیبینه، پیش بینی میکنند تحول در سیاست ها و تصمیم های اقتصادی محور فعالیت های جدید دولت قرار گیرد. در 48 ساعت 72 ساعت گذشته دلار در کانال نزولی قرار گرفته و پنجشنبه و جمعه رو همون کانال 17000 تومان باقی مونده. امروز باید ببینیم که ایشالله همین مسیر سقوط آزادش رو ادامه میدهد یا نه. جوان هم اینجا نوشته احتمال سقوط آزاد قیمت ارز. اواسط هفته گذشته کارشناسان به مردم میگفتن که اگر دلار بخرید شاید در طول روزهای آینده ضرر بکنید، چون ناگهان به صورت هیجانی قیمت تا کانال 20000 تومان هم رفت و حالا برگشته مجددا به کانال 17000 تومان.
جوان از کامیوندارها می نویسد صدها هزار لاستیک کامیون با عرض دولتی توزیع می شود. نکته یکی راجبه یکی از مهمترین دغدغه های کامیونداران روزنامه جوان چاپ کرده است. راجبه دربی هم داریم، خبر ورزشی تیتر خیلی خوبی راجبه دربی چاپ کرده. عجب دربی خسته کننده ای هم بود. انار دون کردیم انار خوردیم، نگاه کردیم و هیچ اتفاق هم نیفتاد، همچون فقط نگاه کردیم. و خبر ورزشی نوشته جفت پوچ، تیتر جالبیه برای دربی که شهرآورد که میگفتید این بود جفت پوچ. چه بهتر که سوپر جام برگزار نشد. نظر روزنامه خبر ورزشی راجع به دربی است. متشکرم. ببینم چیز مهمی جان انداخته باشم. FATF رو که گفتیم، روزنامه خراسان رو هم یه نگاهی بکنیم. از آقای ظریف نوشته این هفت بانک مرکزی اروپا هم جزو جملات مهمی بود که از وزیر خارجه کشورمون در رسانه ها پیچید. ظریف با اشاره به سازوکار جدید اروپا برای مقابله با تحریم های امریکا خبر داد هفت بانک مرکزی اروپا در سازوکار ضد تحریمی. آقای ظریف بعدش گفت که حداقل تا الان این هفت بانک درست درمون قرار شده که یک تمهیداتی بیاندیشن برای برقراری کانال مالی با ایران. و بعد آقای ظریف گفتن که این در آینده تبدیل به یک سازمان می شود، به یک نهاد مالی تبدیل میشه، متشکل از بانک‌های اروپایی که با ایران کار بکنن و کانال مالیش رو باز نگه دارن. بعد خبرنگار ازشون پرسید که این آینده کی هست، که آقای ظریف گفتن از نظر ما باید آینده نزدیک باشه. حالا باید ببینیم که نظر طرف مقابل چیست. خب خیلی متشکرم، 9 دقیقه و 20 ثانیه براتون روزنامه ها رو خوندم. متشکرم که با مجله بامدادی حالا خورشید از تهران قشنگ پاییزی همراه هستید از شبکه شاداب 3. ناشنوا باشین وقتی از محال بودن آرزوهایتان حرف میزنن. سلام، صبحتون بخیر. به از این برای امروز خیلی خوش اومدین. شب رو خونه، قسم بخور که تو خیابون تانک اومد زد به من. مگه کسی باور میکنه آخه؟ ما هی میگیم بچه رو ندین دست باباش، شما هی بچه رو بدین دست باباش. کور کرد بچه رو. سر صبحی همچین مردم آزاری خونمون اوف کرده. بریم یکم مردم آزاری ببینیم و برگردیم. بعد از 3 ماه بخور و بخواب و خونه خاله رفتن و خونه این و اون رفتن و شب بیدار موندن، دیگه بعد آماده شیم برای مدرسه ها و بوی ماه مه. یاد برگه های امتحانی که معلم ها میگفتن فردا با خودتون بیارین بخیر.
حالا اینا هیچی، سر امتحان یه هم معلم یادش میافتاد میگون وسطتون دو تا کیف بذارین، همه نقشه های آدم نقشه براب میشد. باز اینم هیچی، زهرا میومدیم خونه بخوابیم یهو از خواب پا میشدیم فکر میکردیم فردا صبح همه تکلیفامون مونده. بدترین حس دنیا بود. پنجره 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 ها با شده توی عاطفه ها، پنجره 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 ها با شده توی عاطفه ها. یکم خاطره بازی کنیم و یادی کنیم از این مصاحبه تاریخی. چه احساسی داری؟ احساس خاصی ندارم خاله. خوشحال نیستی من؟ نه ورزی ما از هر روز از شیش صبح بیداشت بریم مدرسه. چه احساس خوشحالی داشته باشیم. توی پیشنهاد این هفته میخواییم ببریمتون به کویر یزد، جایی که یکی از شاهکارهای خلقته، جایی که آسایش و هیجان رو همزمان میتونین مشاهده کنین. از این برای رو تماشا کردین، اکس ها و فیلماتون رو به 0912-94-94-500 بفرستین. صبحتون بخیر خانم ها آقایان، بسیار متشکر و سپاسگزارم از اینکه مجله بامدادی حالا خورشید رو برای تماشا انتخاب کردید. امروز یک روز رنده، یک روز میزونه. خیلی اعتقاد دارن که وقتی وقت و زمان به لحاظ عددی روی یک شماره های خاصی میفته یا اینکه تاریخ این اتفاق براش میفته، امروز 7/7/97 میگن که همین الان سریع آرزو کن و مطمئنن که برآورده میشه. امیدوارم هر آرزویی که دارید، هر خواسته‌ای که دارید، حتما بهش برسید و قطعا با سعی و تلاش و کوشش بهش خواهید رسید. یک بخشی رو میخوام تقدیم حضورتون کنیم به اسم سیتی اسکن. حالا اینکه در این بخش چه اتفاقاتی قرار بیفته شما تصاویر ببینید، برگردین بیشتر براتون توضیح خواهیم داد. خب صبحتون بخیر، متشکرم که ما رو نگاه میکنید مردم محترم. این یک بخش جدیده که از امروز به برنامه‌مون اضافه میشه به نام سی تی اسکن. الهی که درد و بلا از شما به دور باشه. برای تشخیص دقیق پزشکان توصیه به سی تی اسکن میکنن و نمیدونم عکسای مختلف و آزمایشای مختلف. این اسم از این جهت روی این بخش گذاشته شده که در این بخش قراره بعضی عکس ها یا خبرها یا شایعه ها، جنجال ها که در فضای رسانه‌ای به وجود میاد، ما سی تی اسکن طور بررسیشون بکنیم، اصالت قضیه رو بسنجیم، محاسبات حاشیه‌ای براش انجام بدیم یا هر چیز دیگر.
پس در سی تی اسکن منتظر خبرهای عادی نباشین، بلکه چیزایی که خارجی ها بهش میگن وایرال، در فضای مجازی یا رسانه‌ای وایرال میشود. شما در سی تی اسکن حالا خورشید نسبت به اصالت چنین مطالبی خواهید تونست که نکاتی رو یافت بکنید، البته تا جایی که سوادمون برسه و گروه پژوهشیمون بتونه ظرف 3-4 ساعت آخرین اطلاعات و اخبار رو صحت سنجی بکنه، خدمتتون بخش سی تی اسکن رو تقدیم خواهیم کرد. اما بعد از اینکه جناب آقای رئیس جمهور روحانی در سازمان ملل با رئیس جمهورهای مختلف دیگه دیدار کردن، عکس ها و فیلم های از این دیدارها به فضای رسانه‌ای خب راه یافت، طبیعی هم بود. یکی از عکسایی که محل چالش شد در این میان این عکسیه که الان براتون نشون میدیم. این عکس دیدار هیئت بلند پایه دیپلماتیک ایران با امانوئل مکرون و هیئت بلند پایه دیپلماتیک فرانسه. نظرها نسبت به این عکس بسیار منفی شروع شد و گفتن که نگاه کنید مقابل تیم فرانسوی پوشه های کت و کلوفت مشخص، کلی برنامه و یادداشت و نظر و اینها، و مقابل تیم ایرانی هیچی. این تیم ایرانی هم دست ها اینجوری به همدیگه گره خورده و تیم فرانسوی رو نگاه میکنن. بسیاری از مفسران از این عکس خیلی برداشت منفی به مخاطبان منتقل کردن و گفتن که این نشون میده که دست طرف ایرانی خالی بوده در مذاکره با طرف فرانسوی. یه 7-8 ساعتی این تحلیل در فضای رسانه‌ای دست به دست چرخید تا یهو جاها عوض شد. یعنی الان تا الان اینطوری بود، به قول علی صادقی الان اینطوری شد، برعکس شد. چجوری؟ یه عده دیگه اومدن گفتن که ای دل غافل، نگفتم ندانسته قضاوت نکنین، این پوشه ها مربوط به نکات نقض برجامه که طرف ایرانی قبل جلسه داده به طرف فرانسوی، الان اینجوری طلبکار نشسته طرف ایرانی، بگو ببینم اینا نقض برجامه، جواب بده ببینیم. قیافه ها هم نگاه بکنی طرف ایرانی راستم میگن، یه جوری نگاه طلبکار به طرف فرانسوی داره که حالا جواب ما رو بدید دیگه، اینا نقض برجام. این تحلیل هم تا دیشب در فضای رسانه‌ای و مجازی مثل توییتر به خصوص بین دو دسته از منتقدان و طرفداران دولت رد و بدل میشد، تا اینکه ما اصالت ماجرا رو از خود دفتر آقای رئیس جمهور استعلام کردیم که ببینیم اصل ماجرا چیست و یک پاسخ خیلی منصفانه به ما دادن که متشکرم بابت این پاسخ منصفانه، یعنی نه جو اون طرف نه جو این طرف. نکته ای که رسماً به ما اعلام کردن این بوده که این دیدار در محل اتاق کار هیئت فرانسوی رخ داده و این پوشه هایی که روی میز هست مال فرانسوی هاست، مال ایرانی ها نیست، اما چون اتاق کار فرانسوی هاست پوشه هایی که روی میزاشون هست مربوط به اتاق کارشونه، الزاماً مربوط به مذاکره نیست و فرمودن که این مذاکره بین دو سرگروه یعنی آقای روحانی و آقای مکرون داره صورت میگیره. عکس بچه شفافتر رو آنتن نشون بدیم و گفتن که صرفاً کاغذی که روبروی آقای امانوئل مکرون هست مربوط به صورت مذاکرات هست، یعنی فقط اون کاغذ است، بقیه پوشه ها مربوط به میز اتاق کار هیئت فرانسوی است. و در توضیحشون هم اضافه کردن که اصولاً وقتی سران بلند پایه دو کشور با هم دیدار میکنند حتی صورت مذاکرات در برگه های خیلی کوچک نوشته میشه و از روی اون
در واقع سرخط هایی که در کاغذهای کوچک نوشتن با هم دیگه مذاکره میکنن. بنابراین این اعلام نظر هر دو طرف رو تعدیلش میکنه و یه جوری نقض نظر هر دو طرف هست. یعنی این پوشه ها نه موارد نقض برجامه و نه اینکه راهکارها و برنامه های فرانسوی هاست، بلچه مربوط به مربوط به اتاق کار فرانسوی هاست و این میزم میز کار فرانسوی هاست که میگم پوشه ها همینجوری بوده است. این آخرین اطلاعی است که گروه سی تی اسکن حالا خورشید راجع به این عکس خاص در طول 72 ساعت گذشته کسب کرده است. متشکرم که بخش سی تی اسکن برنامه‌مون رو نگاه کردید. اینجا تهران هست، هوا پاییزی است و شنبه. متشکرم که شبکه 3 رو نگاه. صبح شما بخیر. خیلی ممنونم که همراه ما هستید و بیننده برنامه حالا خورشید. حتما صبحونه بخورید. چه صبحونه خوردن این آقا لذت بخش شد. من خیلی دوست دارم، هم موسیقی میزنه هم صبحونه میخوره هم چای. خیلی لذت بخش. خلاصه ممنون که همراه مایید. بازم هنوز آی رشید تو دارم مینویسن که چرا زود شروع کردید بعضیا. خب ما زود شروع کردیم، گفت از این ور زود شروع کردیم عوضش از اون ور زود تموم کنیم. اینطوری نیست، ما زود شروع کردیم ولی از اون ور با لطف بچه های شبکه ما تا ساعت 9:45 در خدمتتون هستیم. نیم ساعت از اون ور زودتر شروع کردیم تا بچه هایی که در شهرهای بزرگ خب مجبورن زودتر خونه رو ترک بکنن که به مدرسه برسن، اونا هم یه بخشی از برنامه‌مون رو ببینن، وگرنه اون ور تا 9:45 هستیم. خیالتون راحت باشه. بله خیلی ممنون. چه شعری برامون نوشته بخونم؟ بفهمید. گوش کن خانم افسانه، یک شعر جذاب برامون فرستادن. مکالمه ما و مسئولان. گفتم غم تو دارم، گفتا غمت سرآید. گفتم که نان گران شد، گفتا گران تر آید. گفتم ز نرخ قصاب فریاد ما بلند است. گفتا که گوشت کم خور تا حاجتت برآید.
گفتم چرا کم است این یارانه های نقدی، گفتا خموش غافل این نیز هم نباید. گفتم که از گرانی جانم به لب رسیده، گفتم که از گرانی جانم به لب رسیده، گفتا تحملش کن تا جان تو در آید. دور از جونتون البته، برای این بیننده محترممون که بچه دست میزنی، چرا دست یارانه ای میزنی؟ البته من میدونم چرا دست نزدم. چی؟ چون زبان حال دل همه بود. بعد آخه از اون طرف مونده بودیم بخندیم گریه کنیم. آره. البته معلوم نیست که این بیننده عزیز خودشون شعر رو فرمودن یا از جایی برامون کپی کرده بودن، ولی در هر صورت شعر جذابی بود آقای ترابی. بله بسیار جذاب. سلام، من سرباز هستم، تموم برنامه های شما رو می دیدم ولی خب گوشی نداشتم پیام بذارم. گلستان مینودشت، رضا مصطفی‌لو. آقا رضا تموم شد سربازی؟ بیا دیگه الان 40 سال خاطره داری تعریف کنی. کجا میاری این خاطره ها رو؟ من خودم اصلا خاطره ندارم، فقط یکی دو بار دعوام شد تو سربازی. ولی همم تو روی فرمانده پادگانه وایستادن. میگو اومد گو گفتم داداش من اصلا من بچه نازی آبادم، من این حرفات نمیفهم اصلا. دقیقا. شما این کارو کردین؟ نه یا همه یوسپلنگ گرفتن، نه من فقط با یه نفر دارم. یوسپلنگ گرفتن چیه؟ نه همه میگن که مثلا ما رفته بودیم یه جا نمیدونم یوسپلنگا حمله کردن. آره. من خیلی از این خاطرات شنیدم. آره گو رفتم وسط دریا بالا درخت، گفت وسط دریا درخت کجا بود؟ گفت مجبور بودم، یوسپلنگ دنبالم بود، مجبور بودم. آره این خاطرات سربازی خودش جزئی از زندگی همه است. یعنی شما میشین توی مهمونی، تنها چیزی که برای تعریفم یا خاطرات سربازیه یا خاطرات قبل ازدواجه و یا خاطرات استادیوم. بله یعنی یه نفر خدا نکنه که مثلا بره بازی دربی رو از نزدیک ببینه، تا 40 تا دربی بعد خاطره داره که اون لحظه که اون شوتو زد نمیدونی ما تو استادیوم چیکار کردیم و این هم. حالا میبینی آخرین صندلی شمال غربی بالای استادیوم بوده، از اندازه مورچه میدیده اونایی که ولی کلی خاطره داره. دربی رو شما کجا دیدین؟ بله ما کنار یه سری از هنرمندان خیلی گل دربی رو دیدیم، خیلی هم چسبید. یه گزارش خوبم حمید برامون گرفته با کامبیز دیرباز و مهران رجبی و بگو. بله خیلی ها بودم. سرباز خیلی ها بودم. آقای رضا رویگری عزیز. رضا رویگری عزیز. رضا رویگری الهی من قربونت برم، این فیلمو نگاه میکردم دلم مثلا قشر و ضعف رفت. ضعف آقای رویگری. با شما خیلی کار داشتم آقای رویگری. ناز آقای رویگری یه دونه باش. بله بعد سامان گوران، خیلی از بچه ها اونایی که تو کار تقلید صدا هستن. یه جمع خودمونی بود اما بازی خوبی نشد دیگه. کنف شدی نه؟ فقط بیشتر گپ زدیم. آره کنف شدی. من 3 کیلو انار دون کردم ای از هرسن. بعد هیچ اتفاق هم نیفتاد. عوضش یه گزارش نسبتاً با نمک آماده شده. حمید ترابیان زحمت کشته با هنرمندان دربی رو دیدن، بریم ببینیم که واکنش هاشون چیا بوده و چی گفتن. بفرمید خشم. اول آقا دم شما گرم، همه هنرمندا رو دور هم جمع کردی، واقعا شب خوبی ساخته شد، گرچه فوتبال خوبی نبود واقعا. آره خواهش می‌کنم. منم اول سلام می‌کنم به بیننده عزیز برنامه‌تون، برنامه خوب آل خورشید، و خسته نباشید، ممنون که اومدین گرم کردین محفل ما رو، ممنون از همه بچه‌هایی که در واقع دعوت ما رو پذیرفتن و اومدن، و فکر می‌کنم که چون اولین بار بود که این تجربه رو ما تو رستورانمون داشتیم، فکر می‌کنم که انقدر خوش گذشت هفته های دیگه این کار رو انجام بدیم. تو موافقی این کار؟ بله من خیلی موافقم، خیلی خوش گذشت. منهای خود بازی آره که نشسبید، به خاطر اینکه بازی کاملا تحت تاثیر این که به هر حال یه جوری همه چی به مساوی تموم بشه بود به نظرم، و اینکه یه خورده هم احساس میکنم که پرسپولیس خسته بود، ساق پاهاشون خسته بود، 5 روز دیگه بازی سنگین دارن، موقعیت داشتن هر کدوم از تیم‌ها نتونستن استفاده بکنن. من همیشه ناراحت میشم برای
بینن تماشاگرایی که اونکی از شهرستان این ور اون ور از راه‌های دور میان به عشق این دوتا تیم که بازی ببینن که واقعا خوب لذت ببرن. من تا حالا از این زاویه شما رو ندیده بودم آقا رجب. الان میبینی منو خیلی تو این زاویه خیلی خوشیم تر هستی. زنده باشی. الان ببین فکر کنم از اینجا به این بر همه ماسکن دیگه نمیبینی. دقیقاً. هیچ کی رو نمیبینی اون برو. بازی خوبی نبود دیگه. الان کدومشی؟ الان تو بنفشی. من این بودم دیگه. آها از اون موقع داشتم کچل می‌کردی دیگه. که ما گفتی دو هیچ تو گفتی درستم گفتی گفتی مساوی میشه. آره نه آره. من گفتم مساوی میشه ولی اولش خیلی امید داشتم آره. که بالاخره ما الان بچه‌ای که اینجا بودیم چه هنرمندایی که حالا استقلالی بودن چه پرسپولیسی بودن دوست داشتن که یه گل زده شه. فینال آسیا امسال پرسپولیس فینال آسیاست شک نکنید. میشه اون دیگه نماینده ایران دیگه. بله بله بله. من شال آبی انداختم هم قرمز ولی ایشون دیگه کیه که ندونه که آقای دیرباز پرسپولیسی هست. الان جای کی خالیه؟ جای پژمان بازقی خالیه، جای سامم خالیه. جای سام درخشانی خیلی خالیه. همیشه با هم کلکل دارین دیگه. آره آره همیشه کلکل. حالا به زنگ نزده؟ نه دیگه آخه این بازی واقعا جایی واسه کلکل نذاشت. انصافا بازی بی کیفیتی بود به لحاظ فوتبالی. مگه میشه از عشق نگفت؟ نه الان شما جواب منو بده. خواننده ای، فوتبالیستی، من خانه... تحلیلگر فوتبالی، با آقای کیروش مشکل داری؟ چی داستان؟ نه با آقای کیروش که مشکل نه، آقای کیروش با آقای برانکو مشکل داره، من که مشکل ندارم که. آقای آدم فوتبال خب برام خدا سمس همه خوزن فوتبال بازی فوقل زعیف این از تیم احسان به اسپولی کلن بر نمیتابه. حالا خوشی حالا خوشی خیلی متاسفانه بازی خوبی نبود. این همه آدم رو سرکار گذاشتم. من اجرای تئاتر داشتم. من گلوم پاره شد از این من گلوم پاره شد. آقای رجبی الان شما این هستین یا این؟ خواهش میکنم بزرگواری. نه آدم باید آدم ببین بی بده، بی غیرتی بده، بی خیالی، بی پولی، نمیدونم بی آری، بی تیمی بده. یا این تیم باشه یا اون تیم. بعد دیدیم نه ما انگار حالا کسی چند شه بگه مثلا پرسپولیس یا استقلالی هم بابا یه تیمی انتخاب کن. همشون هم یکی هم وجدان هم یکی هم. الان یه ذره این بر اون بر نمیارزه که کلکله، ولی خود کلکله جالبه. به آقای رشیدپورم سلام برسونید. رضا جان سلام. بابا نیستی اصلا، ما رو انگار هوامونو نداری دیگه. فکر کنم تمام سیاهی لشکرهای سینما هندم اومدن تو برنامه، نوبت ما نشه. اختیار داری. رضا رشیدپورم مرد خستگی ناپذیر شبکه سه حالا خورشید. خسته نباشید. بهت میگم رضا جات خیلی خالی بود. ان شاء الله دفعه بعد رضا هم حتما بیاد. بله معلومه دیگه آقای رشیدپور طرفدار کدوم تیمه؟ قطعا تراکتور. آخه جان من، عشق من، چی بود دوتا شال گردن یکیش آبی؟ آقا آخه من تا کی میخوای دل هر دو طرف رو به دست بیاری؟ آره اتفاقا آقای رجبی گفت بی بده، بی تیمی بده، تیم تو اعلام کن. آره دیگه کن. یعنی چی آخه اعلام کنم اصلا باید. من لحظه ای که دیدم واقعا فرو ریختم. یعنی چی یکی هم شال آبی هم شال قرمز؟ نه گفتیم به کسی بر نخوره دیگه، بگن آقا این مجری رفته مثلا طرفداری یه تیمو کرد. همین جوریش یه خورده بیشتر راجع به یه تیم میگیم کلی حرف میزنیم. البته مهران رجبی هم من تش نفهمیدم چی گفت. میگه همشون عین همن، ولی خب حالا خب اگه همشون عین همن چه معنی داره شما استقلالی باشی یا پرسپولیسی؟ شما باید حتما بگی که اون تیمی که دوست داری خیلی تیمه. تیمم و تیمم و تیمم و تیمم. با این پرسپولیسی بود مهران؟ نه استقلالی بود. ولی یه موضوع مهم بود. بعضی جا. از هنرمندا به دلیل اینکه دیدن طرفدار یه تیم توی جمعشون بیشتره، برای اینکه مساوات برقرار بشه بعضی تیماشون رو عوض کردن. به اون هنرمند میگم فرصت طلب. یهو میگم من مثلا پارسال اومدم اینجا
پرسپولیسی بودم الان شدم استقلالی. خواستم وزن تعادل برقرار جلسه حفظ میشه. به نظر من روک باید توهین نکنین، فوش ندین، حرف رکیک نزنین، ولی کلکل بکنین، شخصیت همو تخریب نکنین، فوش هم ندین، ولی خب یکی استقلالیه که پرس همه جای دنیا هست. شما تراکتورید؟ بله من داغلارا چخا. یعنی چی؟ یعنی کوه به کوه ها میپیماید. تراکتور خیلی خوبه. تراکتور خیلی، منم تراکتور خیلی دوست دارم جدی. خود تراکتور یا تیمو؟ نه تیم تراکتور. میگه من تراکتور رو دوست دارم. تراکتور تیم تراکتور سازی خیلی دوست دارم. الان که دیگه تیم پر از ستاره است. آقا من از امروز میخوام یه چیزایی بگم. عین حرفای قبلیم که مفت نمیارزید، اینا رو حالا میگم. حالا ببینیم که شما تحلیلتون در مورد چیه. منتها نمیخوام با این عینک بگم. چون نمیخوام به عنوان مجری تلویزیون این حرفا رو زده باشم. میخوام به عنوان یه رفیق، یه دوست عینک هم عوض کنم. با این عینک الان موجی تلویزیونه رو ولش کن. آقا این روزا من میرم فروشگاه های بزرگ، اونایی که دستشون به جیبشون میرسه، دستشون به دهنشون میرسه، یعنی 40 تا روغن، 20 تا رب، 800 کیلو برنج دارم میخرم. بودو بودو صندوق عقبای ماشین بالا میزن داخل صندوق عقب ماشین، صحبت میکنیم که آقا قحطی میاد، جنگ میشه، قحطی میاد، بخریم. من فردا به بچه‌م چی بگم؟ من شما رو شماتت نمی کنم، تا بیخ گوش خودم در خانواده خودم هم این حرفا رسیده که بخریم بخریم بخریم. اونایی که دوست دارن جو روانی بین ما ایرانی را بیفته که قحطی میاد، به نظر من با کاری که داریم میکنیم به نتیجه میرسن. چون ماها که پول داریم میریزیم تو فروشگاه بزرگ میخریم، آی میخریم ها. بعد خب تولید محدوده دیگه، فروشنده هم میبینه اینا آی میخرن ها، قیمت رو میبره بالا، میبینه آی میخرن ها، قیمت رو میبره بالا، رب میشه 18,000 تومن، میبینه آی میخرن ها. کی بیچاره میشه؟ اون قشری که نان شبش رو به سختی تأمین میکنه. بالا شهری ها میرن میخرن، تا میتونن میخرن، قیمت ها میره بالا. اونی که بیچاره میشه باز کسی که پایین شهره. برنج گران میشه، گوجه فرنگی گران میشه، رب گران میشه. آخه این همه میخریم، دستی دستی خودمون داریم به کسایی که چپ نگامون میکنن کمک میکنیم. اونا میگن قحطی میاد دیگه، اونا میگن شما به زودی بدبخت میشین دیگه. خب خودمون با این کاری که داریم میکنیم که داریم ثابت میکنیم راست میگین، ریختیم داریم همه چیز رو میخریم. آخه وقتی رب میشه 18,000 تومن، دورت بگردم اگه نخری یه هفته بدون رب زندگی بکنی هیچی از زندگیت کم نمیشه، حتی یه رب هم از زندگیت کم نمیشه. اما اجازه میدی که قیمت بیاد پایین، یعنی وادار میکنی که قیمت بیاد پایین. وقتی که مثل مور و ملخ میریزیم میخریم، اونم میگه دارم میخرن دیگه، 18,000 تا 20,000 تومن میخرن دیگه. و عرض کردم من شما نمی کنم، تقبیح کسی رو نمی کنم، خدا شاهده، برای این کتاب بیخ گوش خودم در خانواده خودم هم این حرفا رسیده و من همین حرفا رو به خانواده خودم هم گفتم که اگر تو اینجوری اسیر جو بشی و بخری، داری ظلم میکنی به کسی که نمیتونه حتی یه نیم کیلو رب بخره، یه شونه تخم مرغ بخره. تو میخری قیمت ها رو میبری بالا، باز بیچاره اون کسی که نون شبش رو به سختی در میاره. جان من یه خورده مراعات کنیم، خودمون اسیر جو نشیم، خودمون جو و پررنگترش نکنیم. ما هموطنیم، هموطنیم ما. قربونش این خیلی رفاقت. حالتون چطوره؟ پشت این آفتابی هم شیک بودین داشتن. آره خیلی هم مال. آها این خالق پت پوستچی مرد. جدی من اینو البته پت پوستچی خوندم اولش. نمی‌دونم چیه. پت یادت نیم پت پوستچی؟ نه من یادم نیست. شاید ببینم یادم یه اسمشو شاید. خیلی خیلی کارتونه جذاب.
فرمودن که پلیور هم درست. آقا من از فردا پلیور بپوشین؟ نه من سرما خوردم به خاطر اون. البته خیلی هم پلیور نی بی بخاره. آره اونا نازکه. خیلی نازکه. ولی پرویزم آخه پوشیده بود. دیگه کم کم دیگه میریم اون سمتی دیگه. بگم کی بود خالقه؟ اونی که دیروز دو روز پیش فوت کرد آقای جان کانلیف بود و یه در واقع همکار هنرمندم داشت به نام آقای آیور وود که سال 2004 اون فوت کرده بود. بعد 14 سال جان کانلیف که خالق شخصیت عروسکی پت پستچی بود درگذشت. اولین سری از این مجموعه سال 1981 پخش شده. تو چند سالت بود هنوز به دنیا نیومدی؟ نه دیگه 7 سال دیگهش من به دنیا اومدم. و مجموعه انیمیشنیش در بیش از 50 کشور جهان پت پستچی طرفدار داشت. اونایی که هم نسل منن یا عقبتر یه قسمتی از پت پستچی رو آوردم که شما ببینید. تو هم ببین ببین. بله. شاید بازپخشش رو دیدم الان ولی با دقت بیشتر نگاه کن. یادت من میاد من کارتون علی بابا رو خیلی دوست داشتم. علی بابا، آره، سندباد، فوق العاده عالی بود. حتما فوتبالیستا. فوتبالیستا. آره دیگه، آره. نسل اینا من نسل ماست دیگه. ولی ببین حالا نسل ما چه کارتونی میدید. پت پستچی رو پخش میکنیم یه بخشش رو بفهمه. بله صبح شما بخیر. شما برنامه کودک نگاه نمی‌کنید، برنامه حالا خورشیده. سعی می‌کنیم از این قسمت‌های خاطره‌انگیز براتون بیشتر پخش کنیم. میگن نوستالژی خاطره‌انگیز، اونایی که با این خاطره داشتن یه خورده از من بزرگترن، یه 10 12 سالی از من بزرگترن که خاطره دارن از پت پستچی. اما ما بخش جدیدی رو به برنامه حالا خورشید اضافه کردیم توی مدت که اون روال تکراری نداشته باشیم، بخشی جذابی رو در فصل پاییز بتونیم تقدیم حضور شما بکنیم. یه بخش جدید امروز اضافه میشه به نام اخبار. من چیزی راجبش نمیگم، خودتون ببینید.
با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان و سلام و صبح بخیر حضور شما بینندگان عزیز و ارجمند، آخرین رخدادهای ایران و دیگر کشورهای جهان را به استحضار میرسانم. پیش فروش میخ آغاز شد. کارخانجات ایران میخکوب پیش فروش اینترنتی میخ جدید خود به نام میخک 141 را صبح دیروز آغاز کرد. 12,600,000 نفر از هموطنانمان در همان مرحله اول ثبت نام میخ شدند. ادامه خبرها. عموم مدیران کشور از طرح بازنشستگی مدیران استقبال و با ارائه مدارک لازم جهت تمدید مدیریت خود آن طرح را بدرقه کردند. یکی از مدیران پیوسته کشورمان در گفتگو با خبرنگار ما گفت زگهواره تا گور، حالا چرا من؟ ادامه خبرها. زامن یک جوان دریافت کننده وام ازدواج به بانک کشیده و منفجر شد. این جوان که پس از دریافت پیامک تهدید از طرف بانک از پرداخت آخرین قسط 300,000 تومانی خود استنکاف ورزیده بود، در گفتگو با دریافت کننده یک وام میلیاردی گفت مخه چطور به تو گیر ندادن؟ ادامه خبرها. به استثار میرساند در ادامه تمهیدات جهت تراوش اقتصادی، خانواده ریال نام خود را به رب تغییر داد. در پی این خلاقیت قدرت این خانواده بالا رفته و هر کیلو رب 1 دلار شده است. در تابلوی صرافی ها نوشتند 1 رب 1 دلار. یا رب، نظر تو بر نگردد. با سپاس از همراهی شما با این بخش خبری، ضمن آرزوی روزی خوب با شما خداحافظی می کنم. روز بخیر و خدا نگهدار شما. متشکرم که حالا خورشید را زنده و مستقیم از شبکه تلویزیون ایران نگاه. امروز روز آتش نشانه و ما در چند سال گذشته، نمیدونم باید بگم متاسفانه دیگه، حوادثی داشتیم که نام آتش نشانها را آورده در صدر توجه عمومی، در کانون توجه عمومی. دیگه معروف ترین هاشون هم که حادثه دردناک پلاسکو بود که خب خیلی از آتش نشانها در این ماجرای بسیار غم‌انگیز جان خودشون را از دست دادند. هر وقت صحبت آتش نشانها میشه، من دوست دارم از امید عباسی هم حرف بزنم و یاد بکنم، جوان آتش نشانی که دخترک نازی رو با ماسک اکسیژن خودش نجات داد و البته خودش گرفتار شد در اون آتش و دود و خاکستر و پر کشید. حتی جان خسته امید عباسی هم جان یه دی رو نجات داد، چون پیوند عضو کردن اعضای امید عباسی. به خانواده امید عباسی عزیزم سلام میکنم، به همه آتش نشان ها. یه گزارش خوبی پرویز نشاط داره از عملیات خیلی سخت و طاقت فرسای آتش نشان ها در ایران. اوایل برنامه‌مون خانم غزل ماهرو یک فیلمی در بخششون پخش شد از آتش نشانهای روسیه که در جام جهانی جلو تلویزیون نشستن پنالتی میگیرن و این حرفا. خیلیاتون این فیلمو دیدین. آتش نشانهای ایرانی به مراتب فداکارترن. چرا؟ چون تجهیزاتشون تجهیزات کمیه
کلی مشکلات دارن با حقوقشون، با دریافتی هاشون، با بیمه هاشون. جدیدن هم مجلس یک قانونی رو در موردشون تصویب کرده که البته آتش نشان های تهرانی نسبت بهش نکاتی دارن. حالا در موردش صحبت خواهیم کرد. بریم این گزارش آتش نشان های فداکار ایرانی رو ببینیم، بهشون ادای احترام میکنم. نگاه کنید لطفا. بروار فرهنگ 24 باشه حسین 25 رو بزن زنگی شو تو شو فرهنگ 24 مرکز اسکای 25. بعد از برقراری تماس توسط شهروندان با سامانه 125، ستاد فرماندهی محدود بندی میکنه که کدوم ایستگاه آتش نشانی به محل اون اتفاق نزدیک تره. ما الان در ایستگاه آتش نشانی 25 هستیم و دعوت میکنم از جناب آقای علی اکبر غزالی فرمانده شیفت تشریف بیارن و باقی ماجرا رو برامون توضیح بدن. قربان من تشکر میکنم. سلام علیکم، خسته نباشید. خیلی خوش اومدید. فدای شما باشم. متشکرم. آقای غزالی، من اینجا تعداد زیادی ماشین آتش نشانی میبینم. بله. میشه کارای اینا رو برام توضیح بدین؟ خواهش میکنم. اینجا ایستگاه 25 ایستگاه مرکزی منطقه 2 سازمان آتش نشانی هستش و این ایستگاه سه منظوره است: پشتیبانی و گروه نجات و گروه حریق. سه منظوره یعنی ایستگاه دیگه مثلا تک منظوره؟ بله، ایستگاه دیگه تک منظوره هستن. ما در تهران 8 تا ایستگاه مرکزی داریم که پشتیبانی و نجات و حریق داره که اینجا یکی از ایستگاه های مرکزی منطقه 2 سازمان آتش نشانی هستش. حالا ما میخوام بدونیم از لحظه ای که شما اعزام میشین به ماموریت دقیقا چه اتفاقی اینجا میفته؟ اتفاقی که میفته زنگ حریق که به صدا در میاد، ما پشت فرمون که کاردانمون میشینن، فرمانده شیفت دهسه اعلام میکنه و ستاد فرماندهی آدرس رو اعلام میکنه. ظرف 20 ثانیه ما داخل ماشینا باید بشینیم به محل اعزام بشیم. یعنی 20 ثانیه بچه‌هاشون بله. فرصت دارن؟ بله 20 ثانیه. هر کجا که باشن، هر کجای ساختمون باشن، باید 20 ثانیه، کلاً 20 الی 25 ثانیه طول میکشه تا داخل ماشین بشینن، ما اعزام بشیم، از ایستگاه بریم بیرون. بریم ببینیم بچه‌های آتش نشانی اولاً کجا هستن و دوماً که ظرف 25 ثانیه چجوری خودشونو میرسونن به ماشینای آتش نشانی. یعنی بچه ها موقعی غذا خوردن هم حتی اگر باشن صدای آژیر به صدا در بیاد باید غذا بکنن بلند شد؟ بله، بچه های آتش نشانی قسمت عملیات در هر شرایطی هستن، در هر وضعیتی هستن، زنگ حریق که میخوره باید به حل داخل ماشینا بشینن اعزام بشن. میریم با بچه‌های آتش نشانی به عملیات اعزام بشیم. ایشالله که اتفاق خاصی نیفته، ولی خب هرچه که بود ما برای شما به صورت مستند میگیریم. یک روز با بچه‌های آتش نشانی یا فشانی؟ آتش نشانی. آتش نشانی درسته؟ بله آتش نشانی. با بچه‌های آتش نشانی ایستگاه 25. بله در خدمت هستیم. اصلی عزیز. فرمانده 2025 10 آدرس فرمانده اعزام شیفت فرهنگ آدرس تکیه خدمت رو اعلام 10 تو متشکرم.
خدا رو شکر تا الان که ما اینجا هستیم هیچ اتفاقی توی این ایستگاه نیفتاده، اما در خدمت جناب آقای قیاسی هستیم. معاونت خودتون معرفی بفرمایید آقای قیاسی. خودتون؟ من قیاسی هستم، معاون فرمانده گروه نجات ایستگاه 25. خیلی هم عالی. یه آمار خیلی جالبی آقای قیاسی به من گفتن، میخوام که الان اینجا جلوی دوربینم بگن. فرمودین که توی اروپا یا دنیا؟ دنیا. توی دنیا رکورد چند ثانیه است تا آتش نما آماده بشه؟ معمولا رکورد اعزام، رکورد سفر به محل حادثه توی دنیا 4 دقیقه و نیم هستش، یعنی یعنی از ایستگاه تا محل حادثه 4 دقیقه و 30 ثانیه. 30 ثانیه. ایران چنده؟ ایران هم تقریبا با چند ثانیه تأخیر نزدیک شده به این رکورد و با 4 دقیقه و تقریبا 35 ثانیه الان نزدیک هستیم به اون رکورد جهانی. آقای قیاسی تو این ترافیک آخه چجوری 4 دقیقه و 30 ثانیه ها میرسید؟ خب شما در واقع میانگینی از همه ماموریت ها بله اونو لحاظ میکنم و 4 دقیقه و 30 ثانیه رو محاسب میکنم، با یک ماموریت نیست. وقتی شما توی یه اتوبانی داری حرکت میکنی، توی خیابونی حرکت میکنی، ماشینه امدادی پشت سرتن، شما باید چیکار کنی؟ مردم رو واقعا آموزش ندیدن این قسمت رو. مگه غیر از این که بیایم کنار؟ خب مثلا یه جا کلن اتوبان 4 تا لاینش هم بسته است، ماشینه امدادی پشت سر شما هم. لاین 1 و 2 و 3 توقف کامل اگر کنن فقط 5 دقیقه. لاین 1 و 2 و 3 کاملا توقف کنن، 5 دقیقه همونجا توقف مطلق، دستیاشون رو بکشن وایسن. شاید بگم 3-4 دقیقه نمیکشه، از همون جایی که اینا وایسادن تا محلی که تصادف رخ داده کل مسیر خالی میشه برای ماشین های امدادی. ولی ماشین ها هی پشت سر هم حرکت میکنن رو به جلو، باعث میشه که این ترافیک از بین نره، یعنی نیم ساعت میمونن تا اونجا، ما هم نیم ساعت میمونیم پشت ترافیک. ولی اگه اینا توقف کنن مسیر مقابلشون تا محل ترافیک ظرف 5 دقیقه تخلیه میشه، یعنی یه خورده تعامل داشته باشن. چه جالب، یعنی 4 تا لاین 3 تاش کاملا بیستن، کامل بیستن، یعنی یه لاین فقط حرکت بکنه، یه لاین فقط حرکت کنه، این لاین آخر فرصت پیدا میکنن که برن بغل که ماشین امدادی بتونن حرکت کنن. هر 4 تا لاین با هم دیگه حرکت نکنن، 3 تا لاینشون توقف مطلق کنن میرسیم اونجا. بعد یه خواهش دیگه که از مردم دارم، وقتی میرسن کنار یه محلی که تصادف رخ داده، شما در نظر بگید تو اتوبان تصادف میشه، حداقل 500-600 تا ماشین از بغل این تصادف میگذره، اگر هر کدومشون 3-4 ثانیه ترمز بزنن نگاه کنن ببینید چه اتفاقی میفته، چه تایمی باعث میشه که این ترافیک پشت سرشون تا کجا ادامه پیدا کنه. همین 3 ثانیه ها رو هم دیگه جمع میشه، باعث میشه گروه امدادی دیرتر برسه به محل حادثه. بله، شهری شهر زنده است که مردای فداکار، زنای فداکار، ما در آتش نشانی، در اورژانس، زنای خیلی بسیار تلاشگر، بسیار کاربلد داریم، در همین آتش نشانی کلی نیروی امدادی خانوم هم هست، به همه شون عرض ادب میکنم و با افتخار این لباس آتش نشان ها رو پوشیدم. من فقط پوشیدمش، داشتن این لباس لیاقت میخواد، فداکاری میخواد، عشق میخواد، که خب من فقط نمادین پوشیدمش، وگرنه آری از این صفات خوب آتش نشان ها هستم. حق دارن که ما خیلی خیلی بیشتر از اینها در رسانه ها بهشون بپردازیم، به سبب انواع مشکلات و محدودیت هایی که دارن، اما جانشون رو، عشقشون رو آنچنان نثار میکنن که اون کمبود امکانات و مشکلات مالی و اینها رو تحت پوشش قرار میده. یک مرد بسیار فداکار، یک آتش نشان خیلی درجه 1 که هم خاطره های
فوق‌العاده جذابی برای گفتن داره و همین که جزو مردان نیک آتش نشان هست به برنامه ما آمدن و چند دقیقه دیگه با حمید ترابیان یک گفتگوی خیلی خوب انجام خواهم داد. من فقط با این لباس خدمت رسیدم که به نمایندگی از همه بچه های رسانه به بچه های آتش نشان عرض ادب بکنم، دستشون رو ببوسم. این انار هم خودش نشانه ای از آتش نار دیگه، توش آتش هست و امیدوارم که هرچی آتیش آتیش عشق باشه، آتیش مهربونی باشه، آتش خانمانسوز در زندگی هامون وجود نداشته باشه. با تصاویری میریم سراغ این گفتگوی جذاب. منم میشنم نگاه بکنم و کیف بکنم. بفرمایید خواهش می‌کنم. صبح شما بخیر خانم آقایان، خیلی ممنونم که همراه ما هستید. آقای رشیدپور گفتنی ها رو گفتن. در ماه مهر که ماه محبت و مهربانیه، از مردان میگیم و از زنانی که واقعا تفسیر بی نهایتی از ایثار، فداکاری، گذشت، همدلی، عشق به کار و عشق به هم نوع هستن. باعث افتخار منه که میزبانی عزیزی رو داشته باشم در روز هفتم مهر ماه که روز آتش نشانه. قربان سلام عرض شد، جناب مرتضی بهروز خوش آمد. مشکرم، بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت همه هموطنان عزیزم در جای جای میهن اسلامی، همچنین از شما مجری توانا و برنامه وزین حالا خوشید. خیلی خوش آمدید. باعث افتخار ما شما به نمایندگی از عزیزانمون در آتش نشانی، اونایی که واقعا جونشون رو کف دستشون میگیرن، توی عملیات ها حاضر میشن، عملیات هایی که میتونه جون هموطنانمون رو نجات بده و واقعا به وجود شما و همتون افتخار میکنیم. شما مدیر منطقه 6 تهران هستید. بله. چند ساله که کار آتش نشانی انجام میدید؟ خدمتتون عرض کنم من از ابتدای سال 69 به استخدام سازمان آتش نشانی تهران در اومدم و این سعادت و این افتخار رو داشتم که این پیرهن مقدس رو در تن کنم و تا به امروز قریب به نزدیک به 30 سال در خدمت هموطنانم بودم. 30 سال؟ بله. بازنشست شدی؟ نزدیک به بازنشستگی هستم. نزدیک. یعنی چند سال بعد خدمت میکنم آتش نشانا؟ ببینید خب خدمت آتش نشانی 30 ساله، ولی با توجه به نیازی که هست ممکنه مدت طول بکشه تا جایگزینی بیاد و شخص بازنشست بشه. میدونید الان بگید که شما مثلا در چند عملیات مهم شرکت کردید تو این مدت؟ اجازه میخوام در 30 سال یه عمره. بله، البته اجازه میخوام در ابتدای صحبتم، چون هفته مهر بهانه ای برای قدردانی از انسانهایی که آسایش و آرامش خودشون رو فدای آرامش و آسایش هموطنانشون میکنه. امروز هفته مهر روز آتش نشانه. خواستم از همین فرصت استفاده کنم به همه همکاران خودم در سرتاسر این میهن اسلامی و خانواده های محترمشون تبریک عرض کنم. ضمناً جا داره عرض تسلیتی داشته باشم به دو خانواده محترم. همونطور که اطلاع دارید در چند روز گذشته در دو حادثه در کشورمون دو آتش نشان، اولش جناب شهید خسروی از استان کرمانشاه و شهید اسماعیلی از شهر ساری استان مازندران، در حین عملیات نجات جان هموطنانشون به درجه رفیع شهادت نائل اومدن. اجازه میخوام از همینجا عرض تسلیتی داشته باشم به خانواده محترم این دو شهید و سر تعظیم فرود بیارم در مقابل این همه بردباری و صبر. فرمودید حوادث مختلف. بله، به هر حال 30 سال شغل، این مطلب کاملا عادی است که بنده در صدها حریق و حادثه مختلف شرکت کردم. البته من که به تنهایی، نه، تیم عملیاتی که من هم عضوی از اون تیم بودم و
خوشحالم که تا به امروز تونستیم این تیم عملیاتی و این پرسنل سازمان آتش نشانی جان صدها نفر رو نجات بدیم. وظیفه ما نجات جان و مال مردم است. صحنه‌های بسیار مختلفی رو هم دیدیم، صحنه‌هایی که بعضی از اونها خوشاینده، چون زمانی که شما جان یک انسان رو نجات میدید آنچنان لذت و شوقی در وجود شما ایجاد میشه که نمیتونید برای اون رقم و مبلغی رو تعیین بکنید یا اندازه‌ای رو تعیین بکنید. و برعکس، وقتی که شاهد مرگ هموطنانتون هستید آنچنان فشار روحی به یک آتش نشان وارد میشه که نمیتونم به هیچ صورت اون رو توصیف کنم براتون. سخت‌ترین عملیات سو کدوم بوده؟ خب عملیات ها زیاد بودن، خیلیش در مخیله من نیست، ولی خب من چون 16 سال در جنوب شهر خدمت کردم شاید بتونم بگم حریق پالایشگاه تهران یکی از سخت‌ترین حریقام بوده. و خب حریقای کارخونجات، انبارها، منازل مسکونی و غیره. و یکی از سخت‌ترین حریقای من برمیگرده به ابتدای استخدامم در آتش نشانی. شاید بگم یک ماه بود که به استخدام در اومده بودم، وارد منزلی شدیم که زمانی بود که بنزین جوری‌بندی بود و بعضی از اشخاص بنزین رو انبار میکردن و در سطح خیلی جزئی و چون اطلاعات نداشتن درون ظرف پلاستیکی بود. دو تا بچه داخل این منزل بودن که آتش بازی کرده و اون خونه شعله بر شده بود. به ما اطلاع دادن که دو تا بچه هم محبوس شده داره. خب کار ما کار تیمی است، باید کار حمایتی از یک نفر که به عنوان سلول وارد حریق میشه صورت بگیره. چون جان این دو تا بچه در خطر بود، به محض اینکه رسیدیم یکی از این ظروف بنزین به علت پلاستیکی بودن جاری شد و جان بچه‌ها واقعا در خطر بود. مجبور شدم که بلافاصله از شعله عبور کنم، دو تا بچه رو داخل لباس حریقم گذاشتم و اونها رو از شعله عبور دادم. به تصورم که خیلی سرعتم بالاست، اتفاقی برای خودم نمی‌افته، ولی متأسفانه کل صورتم سوخت. دقیقاً زمانی بود که خب اقوام ما رو پاگوشا می‌کردن، دعوت می‌کردن و ما هم شرمنده عیال شدیم هم خانواده. خب خاطرات زیاده. بعد از اون پلاسکو رو باید مثال بزنم که جلوه‌ای از ایثار و گذشتگی و فداکاری رو من در تیم آتش نشانی دیدم و میتونم با افتخار اینجا بگم که از اینکه لیاقت داشتم عضوی از این گروه باشم و به خودم افتخار کنم و بگم که ما همیشه در طول جنگ شاهد فداکاری های نیروهامون بودیم. عباس دوران، شهید باکری، شهید همت، شهید کاظمی، 175 غواص دریا دل ما که با دست بسته با آغوش شهادت رفتن تا بند به دست ما بسته نشه. میخوام بگم که 58 شهیدم ما تقدیم این مملکت کردیم. 58 شهیدی که 16 نفر از اونها بچه های حادثه پلاسکو بودن، شهید شدن تا پاسدار ایمنی در جامعه باشن. ما از اونها درس گرفتیم و اونها ریشا فراموش واقعا. ولی ساده عبور نکنیم، شما داشتید صحبت میکردید و نقل این خاطره، من دقیقا داشتم حس میکردم یه تازه دومادی که یه مأموریت بهش میخوره، تازه هم وارد حرفه آتش نشانی شده، این کار پر خطر، یهو میره صورتش میسوزه. بله خدمتتون عرض کنم که کلا آتش نشانای، حالا اگر بخوام به صورت عام بگم کل دنیا، ولی با توجه به آموزه های دینی که ما داریم در کشور ایران به صورت خاص دارای روحیه‌های خاصی هستند، باید فداکار باشن، باید از خود گذشته باشن. خب ما هم مثل خیلی از مردم مشکلات خاص خودمون رو داریم. نمیگم چه تفاوتی میکنه، منی که الان آتش رو ببینم سریع فرار میکنم، شما جنس خواستنتون، جنس بلد. این عشق به این شغل چیه واقعا؟ ببینید این روحیه‌ای که گفتم هر کسی نمیتونه آتش نشان بشه، ولی کسایی که آتش نشان هستن از یک روحیه خاصی برخوردارن. گفتم بهتون ما هم مثل همه مردم مشکلات روزمره خودمون رو داریم، ولی باور بفرمایید در اون لحظه که زنگ حریق به صدا در میاد همه این مشکلات رو به کناری میریزیم و فقط و فقط و فقط فکر نجات جان و مال مردم هست و خوشحال میشیم که در این را جانمون هم فدا کنیم. چه افتخاری از این بالاتر، واقعا چه افتخاری از این بالاتر، چه
شکوهی از این بالاتر و چه افتخاری برای من بیشتر از این که دارم با شما حرف بزنم. همین آتش نشانانی که الان بیننده هستن، ما امیدوارم بتونیم تو این فرصت دغدغه آتش نشانا هم بگیم. یه موضوعی مطرح کردن، حالا راجع به بحث تخصصی این حال خیلی تو پیامای مردم آقای بهروز عزیز خیلی راجع به حقوق آتش نشان میگن، یعنی از ما خواستن از حالا خورشید، گفتن حقوق آتش نشانا کمه و درصد کمی هم افزایش داشته. شما خودتون بحث، من اجازه میخوام چون وقت برنامه خیلی محدوده، این بحث بسیار گسترده و تخصصیه که در حد تخصص بنده همیست. ببینید نمیخواست مردمه چون من اون پیام بله. فرستن خب ببینید، خب مردم ما لطف دارن در حق ما. خدمتتون عرض کنم که خب با افزایش قیمت هایی که در چند ماه گذشته داشتیم عملا وضعیت حقوق و بله کفاف نمیده، ولی این نیاز به کار مجلس و دولت داره که انشالله وارد این قضیه بشن. من با این که بعد از 30 سال شاید بگم 80% بچه ها تشتانی هنوز مستاجرم و مالک نیستم این جمله خود من، ولی با افتخار کارمون رو ادامه میدیم و به ملتمون قول میدیم که در رابطه با این مسائل هیچ خللی در کار ما رخ نخواهد. نه اون که مشخصه، ولی به هر حال حل این مسائل هم نیاز به کار بیشتری داره. خیلی راحت بگم مشکل فراسازمانی است و باید ارگان ها و سازمان های دیگر انشالله وارد کار بشن، من جمله مجلس. و چون ببینید آتش نشانان به نظر من سرمایه یک کشور هم. یک آتش نشان سرمایه یک مملکته و قدر اون رو باید دونست، باید چون ببینید ما شغل دیگه ای نداریم، فقط و فقط در اختیار مردم عزیزمون هستیم و خب نیاز داریم که علاوه بر اون که صحنه های رو میبینیم که شاید تحمل دیدن اون برای هر کسی مقدور نباشه. همینطوره. خب این دغدغه خیلی از آتش نشانا و وظیفه بود که بگیم، گفتن 6% افزایش داشته ولی آتش نشانا خواستار این هست که 20% افزایش حقوق داشته باشه ان شاء الله. مطمئن باشین مسئولینی که هستن من جمله مدیر عامل جدید سازمان جناب مهندس داوری که از جنس خود آتش نشانان هست، دغدغه اصلی ایشون هم همینه و من شاهد هستم که ایشون به صورت شبانه روز به دنبال این هستن که وضعیت رفاهی پرسنل رو بهبود ببخشن و من مطمئن هستم و اطمینان دارم که چشم انداز بهتری رو در آینده خواهیم دید. خیلی هم عالی. شما مزاحمت تلفنی دارید؟ بله، ما اگر بخوام آمار تهران رو خدمتتون عرض بکنم، ما در حدود 5000 تلفن در روز به سازمان زده میشه. بله. از این 5000 تلفن خب قسمت اعظمش سوالاتیه که مردم در مورد خرید لوازم، نکات ایمنی، خدمات ایمنی از ستاد فرماندهی ما که جا داره اینجا از این عزیزانم تشکر کنم به واسطه اینکه پل ارتباطی ما با مردم هستن. 300 تا 400 مورد تلفن‌هایی که منجر به اعزام نیرو میشه، حالا حریق، نجات یا خدمات ایمنی، و متاسفانه 30% این تلفن‌ها هم همچنان مزاحمت تلفنی میشه. 30% مزاحمت تلفنی. بله. بعد شما یعنی نیرو اعزام میکنید یا سری میفهمید؟ ببینید در 99% قضایا گفتم بچه‌های ستاد فرماندهی ما بچه‌های فوق‌العاده با تجربه هستن و معمولاً به قول معروف گمراه نمیشن. ولی داریم چند مورد بله ممکنه اعزام نیرو بشه. بله، اعزام نیرو که مزاحمت. بله بله. چی بگم من واقعا؟ خب البته ببینید ما همیشه قسمت پل لیوانه میبینیم، ما واقعا راضی هستیم از مردم. آقا سلام، حال شما خوب است؟ آقا خیلی شما ارادت من خوشحالم زیارت میکردم، ممنونم. من پشت سر نرز ادب کردم ولی متشکرم. بفرمایید خواهش میکنم. من به دو دلیل خدمت رسیدم، اولا که منم عرض ادب بکنم. متشکرم، مشرف فرمودین. امام سال قبل یک زوج نابینایی به برنامه‌مون آمده بودند که الان با اتاق فرمان برنامه تماس گرفتن، گفتن اینو از طرف ما بگید که ما یه زوج نابینا بودیم که خونمون آتیش گرفت. آتش نشانی اومد فلفور هم خودمون رو نجات داد هم آتیش رو خاموش کرد. تا اینجاش عادیه. میگه بعدش بچه‌های آتش نشان چون شرایط زندگی ما رو دیدند و خب به ذات مالی و اینها را هم سنجیدن، رفتن همشون دست به دست هم دادن، کلی لوازم خونه خریدن برای ما آوردن.
اینم تلویزیون آوردن، یخچال آوردن و الان با اشک زنگ زده بودم اتاق فرمان، میگفتن که نمیدونم یادتونه بیننده های ثابتمون یادشون باید باشه، سال قبل یه زن شوهر نابینا بودن که به برنامه اومده بودن، خواهش کردن که من رسما از طرفشون از شما تشکر کنم، از همه بچه ها تشکر. این همه پشت دوربین وایستادیم افتخار رفقای گلمون دست بزنیم. دمتون گرم، چه کار قشنگی بوده. ابتداءً آقای رشیدپور من از ادب دارم خدمت شما، مجری توانای این برنامه وزین و جا داره به نمایندگی از بچه ها تشکر کنم از شما که همچین برنامه پربیننده ای رو محبت کردید، وقتی رو گذاشتید برای این روز به عنوان هفته مه و تقدیر از پرسنل سازمان آتشن. موردی که گفتن البته ما عنوان نمی کنیم، برای گفتن که خودشون دوست ندارن، حتی در بسیاری از مواردی که بچه ها حضور داشتن ما با لباس شخصی این لوازم رو تهیه کردیم و بردیم، چون گفتم صحنه هایی رو میبینیم که واقعا تاثیرگذاره. وقتی میریم داخل منزلی میبینیم که یک خونه بسیار محقر، همون قالی یا اون بوکت، اون یخچال، اون کمدی هم که داشتن سوخته، متاسف میشیم و میایم بچه‌ها پول جمع می‌کنن رو هم و با لباس شخصی وسیله‌ای رو، حالا نمیگم لوازم نو، ولی در حد نو تهیه می‌کنیم و به کرات این اتفاقات افتاد و فکر می‌کنم یکی از دلایلی که مردم اینقدر نسبت به پرسنل آتش نشانی احساس نزدیکی و محبت دارن، بله از خودشون میدن و این برای ما یک افتخار. خدا رو شکر، زنده باشی. دلیل دومی که اومدم این بی سیم است. بله. این بیسیم الان به کجا وصله؟ ببینید ما 8 منطقه در تهران داریم و بیش از دقیقا 130 ایستگاه آتش نشانی و ما به عنوان مدیران مناطق باید از همه اتفاقاتی که در سطح تهران رخ میده آگاه باشیم. آها. و در صورت نیاز اعزام شیم جهت هم فکری کمک و یعنی الان اینو باز کنیم ما صدای کجا رو میشنم؟ منطقه 6 رو الان میشنم، ولی بله میتونم بذارم منطقه اون مرکزی که مثلا بچهاتون هستن و کجا ما میشنم؟ ستاد فرماندهی. ستاد فرماندهی، بله. یه دقیقه باشون تماس میگیریم با این. بله من میخوام که هم صداشون بشن هم از اینجا بهشون تبریک بگیم. فرماندهی 16 اگر بیسیم داخلی محول محیط بگیریم اینجا جواب میده. اینجا فرماندهی 16 اگر همکاران من تصویر منو دارن ممنون میشم ارتباط بیسیم برقرار کنم با من. فرماندهی 16 همه دارن تلویزیون نگاه میکنن، اطمینان صدای منو دارن شما. آها. اگر صحبت کنی چون سیگنال میزنن صدای منو دارن، اجازه بدید من روی کانال 10 هم یه امتحان بکنم. آره راحت باش، راحت باش. فرماندهی 16 فرماندهی 16 فرماندهی 16 آقای رشیدپور از برنامه حالا خورشید، برنامه حالا خورشید میخوان پیامی داشته باشن برای پرسنل. ممنون میشم رله بفرمایید. شاسی رو فشار بدیم و صحبت کنیم. خب یک کاری بکن تا ما این نویز سیگنال گرفته بشه، شما یه بخش کوچولو ببینید. دوست نازنینمون قشنگ بیارم بچه‌ها رو فرکانس، بعد باشون صحبت بکنیم. اون بخش ویژمون رو پخش بکنیم، میان داخل استودیو بفرمایید.
امنیت و آرامش به سادگی به دست نمیاد. این واقعیت. تشکر میکنیم از امیر حسین بزرگزادگان عزیز و رابسومی فرودگاه امام که این کلیپ زیبا رو در واقع کمک کردن و ساخته شد. آقا ارتباط برقرار شد یا نه؟ بله بله مسی حل شد. اومدن رو کانال. فرمانده 16 ده تا متشکرم. عنایت بفرمایید آقای رشیدپور از برنامه حالا خورشید پیامی دارم برای شما. عنایت بفرمایید گوش بدید. بفرمایید. آقا سلام عرض کردم خدمت همه دوستان نازنین در فرماندهی آتش نشانی. خواستم عرض ادب کنم، روزتون رو بهتون تبریک بگم، بگم خیلی دوستتون داریم، شما خیلی دوست داشتنی هستین، خیلی فداکارین، خیلی قدرتون رو میدونیم. امیدوارم که همیشه پرچمتون بالا باشه. بنده هم عرض ادب و احترام دارم خدمت شما از طرف همه آتش نشانان به ملت شریف ایران سلام عرض میکنم. ما خدمتگزار شما هستیم. انجا وظیفه است. ممنونم از شما. الهی من قربونتون برم، لطف دارین. آقا حالا که ارتباطتون برقرار شده، الان آخرین تماسی که داشتین از آتش سوزی کجا بوده؟ کجای تهران بوده؟ خوشبختانه در حال حاضر حریق مهمی نداشتیم. یکی دسته حریق سطح میکنیده بود در مرکز شهر که همکاران در اصفه و پیدا کردن. الهی من قربونتون برم، خیلی متشکرم، چون میدونم اونجا سرتون شلوغه، مزاحم نمیشم، فقط خواستم عرض ادب بکنم. قربون شکل ماه شما و همه بچه ها سلام برسونی. بچه های پشت صحنه مون هم میخوام براتون دست بزنن، گوش کنی. قربون شما برم، خدا نگهدار شما. خدا نگهدار. خیلی ممنونم. خیلی متشکرم. خیلی ممنونم. من به کانال F6 برمیگردم. متشکرم. به کانال F6 برگردم. من یه سوال داشتم. چون شما لباس آتش نشانی پوشیدین، ایشون هم خب فرمانده منطقه 6 هستن، میخوام بدونم خاصیت و ویژگی لباس آتش نشانی چیه؟ یعنی شما ضد حریقه، امکانات ویژه‌ای داره؟ سوال به جایی بود. خدمتتون عرض کنم که لباس آتش نشانی مردم تصورشون برای اینه که وقتی ما این لباس رو تنمون میکنیم روی این تنیم. نه، این لباس آتش نشانی با توجه به خصوصیاتی و آیتم های خاصی که داره به من آتش نشان کمک میکنه به نسبت یک فرد عادی به شعله نزدیکتر بشه. وگرنه هیچ چیزی در مقابل شعله مقاومت نخواهد داشت. ضمن اینکه یک آتش نشان باید از آمادگی جسمانی بالایی برخوردار بشه. چیزی خب وزن این لباس، وزن دستگاه تنفسی، اون کلا و اون چکمه، اینا همه مهم هستن و یک آتشنشان باید فوق العاده آمادگی جسمانی بالایی داشته. شما خود روزی چند ساعت ورزش می‌کنی؟ تقریبا 3 ساعت. 3 ساعت. 3 ساعت ورزش باری کرد. پس حالا که ورزش می‌کنیم پرسشی هست. جناب. اینا چرا قرمز آبی نیست؟ خب ما تنوع بهش میدیم، ان شاء الله سال دیگه رنگش آبی که هر دو تا تیم هم آبیشو بزنه. بعد این باشه پیش ما دیگه، نه؟ کادوی از طرف من ببر. نه آقا. میاد. آره نگاه کرد الان مشکی و سفید و خیلی خوب شده. البته این لباس قبل داوطلبی دادم می بله کاوریه برای آتشانه داوطلب، چون ببینید ما تعداد زیاد آتشانه داوطلب آموزش دادیم که باید در مواقع حریق و حادثه بیان و کارهای جانبی حریق رو به ما کمک بکنن، مثل جلوگیری از ترافیک و بستن یک مسیر. برای اینکه اونها مشخص باشن کاوری رو تهیه کردیم. من برای پرسش پایانی از حمید اجازه میگیرم و پرسش پایانیمونو بپرسیم چون وقتمون هم داره میره. الان آستانه زمستونه، خیلی بخاری ها نمیدونم لوازم گرمایشی، توصیه خاصی دارین؟ احتمالاً موثر باشه توصیه. من قبل از اینکه نمیدونم چقدر وقت دارم، دو سه دقیقه وقت دارم. دو سه دقیقه. امروز در برج میلاد به واسطه مراسم هفت مهر برنامه‌ای رو ترتیب دادیم و در حال اجرا شهردار تهران آقای افشاری و تعدادی از شورای شهر تهران در این مراسم حضور دارن. 6 دستگاه نردبونی که جدیداً خریداری شده و به ناوگان ما اضافه شده در این نمایش، بر این همایش به نمایش گذاشته شده، در کنار تجهیزات و میگم خدمتتون، در کنار این ناوگان اقتدار و مهارت پرسنل آتش نشانی به نمایش گذاشته شده. افتخاری است برای ما و اطمینانی است به مردم عزیزمون که ما آماده ایم. و خب شاید جاش نباشه ولی درخواستی هم داریم از بانک مرکزی و
به هر حال دولت که نیم نگاهی هم به آتش نشانی نه کلن عرض دولتی در نظر بگیرن، چون واقعا تجهیزات آتش نشانی هزینه نیست، سرمایه برای حفظ سرمایه اصلی که همون جان و مال مردم. بله خدمتتون عرض کنم که ببینید خیلی سریع بگم، یه نگاه به اطراف خودمون بندازیم، در شهر تردد میکنیم، خطرات بالقوه‌ای رو میبینیم که هر لحظه ممکنه بالفعل بشه. برای مثال راننده‌ای رو میبینیم که کودک خودش رو در آغوش گرفت، یا ماشین رو میبینیم که اون سقف باز شو، حالا سانروف معروفه، بچه تا کمر ازش بیرونه، یا راننده‌ای رو میبینیم که خیلی عادی بدون توجه به جلو دارن تلفن همراه شبکه‌های مجازی یا دست راننده‌هایی که بیرونه. ببینید اینا همه خطراتی هستن که ما به عینه داریم صدمات و خسارت‌های جانی و مالی اونها رو میبینیم. ولی من اینو دارم از خودم میپرسم، ما به مردم چی یاد دادیم که ازشون چی توقع داشته؟ مثلا این سانروفه مشکلش چیه بچه‌ها؟ ببینید اگر ترمز ناگهانی زده بشه بچه به بیرون پرت میشه، بله، خودروهای جلوتر که ممکنه تسیگاری به بیرون بندازن و این تسیگار روشن باشه و باد اون رو بزنه به صورت بچه، حشراتی داریم که به صورت بچه‌ها برخورد کردن، خطرات زیاده. یا خدمتتون عرض کنم امکان نداره، مردم فهیمی هستن آقای رشیدپور، امکان نداره ما در رادیو تلویزیون یا هر منبع دیگه تبلیغات نداشته باشیم، آموزش نداشته باشیم، مگر میشه اون راننده بچه خوشو در آغوش بگیره در حالی که میبینه روی فرمون نوشته ایربک، یعنی اگر اون به هر دلیلی عمل بکنه این بچه از بین خواهد رفت، اصلا اونقدر ضربه شدیده که قابل توصیف نیست، یا موارد دیگه. پس ما ملت ما نیاز به آموزش داره. فصل زمستان سوال فرمودیم، بله البته ما مشکل گاز مونوکسید کربن رو در همه فصول داریم به ویژه در فصل زمستان. آرزوی قلبی من حقیر اینه که انشالله روزی برسه که در کشور ما دیگه سوخت فسیلی استفاده نشه الهیام، و برسیم به جایی که از سوختهای نو و تازه و جدیدی که در کشور ما مهیا و آماده است استفاده کنیم. من چند تا مطلب به ذهنم میرسه. وقتی ما میریم خرید، برای مثلا خرید بخاری گازی، داخل این بخاری کاتالوگی وجود داره. خیلی خوبه منی که به عنوان خریدار اون کاتالوگ رو بخونم ببینم چی میخوام، آیا نیاز من رو این برطرف میکنه. برای مثال بخاری‌های بدون دودکش داخل کاتالوگ نوشته در محلی نصب شود که محل عبور و مرور است. یعنی چی؟ یعنی نباید داخل منزل نصب بشه، جایی باشه که در باز شه، بله هوا وارد شه، چون هرچی هم که ما بگیم کامل میسوزه و میزان کمی گاز مونوکسید کربن تولید میکنه، اون شعله نیاز به اکسیژن داره. مشکل بعدی ما با بخاری رو امسال می‌خریم، استفاده می‌کنیم، می‌ذاریم داخل انبار، سال بعد مجددن. چیزی به نام تعمیر و نگهداری در ذهن ما نیست. اونقدر یک وسیله استفاده می‌کنیم تا اون وسیله خراب بشه. برای مثال این بخاری‌ها یک سیستمی دارن به نام ODS. یعنی اگر میزان اکسیژن به یه حداقلی برسه اتوماتیک گاز قطع میشه و بخاری خاموش میشه. ولی من مطمئن هستم که شاید قسمت اعظم بخاری‌هایی که الان داره استفاده چون سرویس و نگهداری نمیشه این مشکلات رو داریم. پس این در مورد با زمستان و بخاری گازی. مشکل بعدی ما سنگ نمای ساختمون هست. متاسفانه در فصل زمستان چون وزش باد شدید داریم آره اینها میفته و چندین تلفات رو ما داشتیم. مسئول هستیم به عنوان مالک و کسی که در این ساختمون زندگی میکنه بررسی داشته باشیم. خیلی هم عادت داریم یک سری لوازم اسقاطمون و کهنه‌مون رو روی پشتوان‌ها انبار میکنیم، احتمال سقوط اینها هم هست. بله. مورد آخرم از هموطنان عزیزم که من افتخار خدمت به اونها رو دارم، که وقتی میخوان منزلی رو خریداری کنند، خب کیفیت منزل سلیقه اونها مهمه، ولی به نکات ایمنی اون منزل هم توجه کنند. و مطلب آخر، اگر ما هستیم و داریم خدمت میکنیم، فقط و فقط به واسطه اینه که آدم های خوششانسی هستیم، خانواده های بسیار خوبی داریم. من اینجا جا داره از همه خانواده های آتش نشانی، چون خودم همسر و دو دختر دارم و بسیار خوششانسم که همچین خانواده‌ای دارم، و به ویژه پدر و مادر بسیار مهربان، اینها پشتیبان ما آتش نشان هستن. ببینیم ما منزل نیستیم، همه مشکلات ما به گردن این خانواده هاست. من یادم نمیره در حادثه پلاسکو خیلی از اعضای خانواده های ما مثل همسر بنده و دیگران اومدن از نزدیک. من یادم خانومی لباس آتش نشانی تنش کرده بود، روی آوارها راه میرفت. سوال کردیم این خانم که پیره کاپشن آتشنی تنش کرده کیه؟ دیدیم خانم یکی از شهدایی که زیر آواره، فکر می‌کنم شهید هوایی بودن.
این احساس رو به من دست میده که چقدر این خانواده به ما نزدیکن و با همه سختیایی که برای اونها داریم نیستیم منزل، همه بار دوش خانواده به عهده اونهاست، چقدر پشتیبان ما هستن که در سخت‌ترین شرایط هم حاضر میشن. من با خانواده خیلی از شهدا صحبت کردم، همیشه گفتم قهرمان ما نیستیم، قهرمان خانواده های اونها هستن. یادی هم کنیم از 16 شهید پلاسکو، بزرگوارانی که دریادل بودن و برای نجات جان مال مردم جان خودشون رو فدا کردن. نمیتونم اسمیشون چون 16 نفر هستن و ادای دین اگر بخوام بعد نام هر 16 نفر رو بگم، ولی اجازه بدید نام شهید امینی رو یاد کنم. شهید امینی که همیشه من میگه بهروز ما برای مال مردم هم باید جانمون رو بدیم. این مطلب رو من هیچ وقت درک نمیکردم. مگه میشه یه آتش نشان که اینقدر ارزش داره بیاد برای مال مردم؟ خب چه اهمیتی داره؟ تا در پلاسکو دیدم که واقعا شهید امینی و دیگران، و خب بندم عضو کوچکی از این گروه بودم، چطور مقاومت کردن تا مردم بتونن مالشون رو حداقلش رو خارج کنن. خیلی متشکرم قربون شما. ما بدهکار این زمان طولانی به آتش نشان ها بودیم، برای اینکه حقشون به گردنمون خیلی زیاده و امروز خواستیم کامل بپردازیم به آتش نشان ها با بخشای مختلف و گفتگوی که انجام دادیم. عزیز ما هستیم و امیدوارم که همیشه سربلند. سعادتی هم بود برای بنده. بنده هم آرزو میکنم برای تک تک هموطنانم هم در هر جای این کشور پهناور که حضور دارن، آرزو میکنم هیچ وقت چشمشون به قصه تر نشه. الهی آمین. از شادی اشکال نداره ولی به قصه تر نشه و انشالله که شاهد پیشرفت هر روز کشورم ایران در دنیا باشه. الهی آمین. الهی آمین. خیلی هم عالی. متشکرم. حسن ختامش تشویق باشه به فرق. بله با تشویق همه آتش نشان ها میریم آگهیامون رو میبینیم و در نیمه دوم در خدمت هستیم. خیلی ممنون. متشکرم. خیلی مخلصم. Thank you.
خدمت خانم ها آقایان مردم عزیز ایران، مجدداً سلام و صبح بخیر عرض میکنم به نیمه دوم مجله بامدادی حالا خورشید. خیلی خیلی خوش آمدید. شاید شما هم دیده و شنیده باشید که این روزها در اخبار، رسانه ها، فضای مجازی از ژن خوب بسیار بسیار صحبت میکنند. ما بخشی رو ترتیب دادیم و بررسی خواهیم کرد که این آدم ها کی هستند، چه کردند و چگونه به یه همچین جایگاهی رسیدن. با ما همراه باشید در ادامه برنامه حالا خورشید در بخش ژن خوب. صبح بخیر، این بخش ژن خوب برنامه است که در اون میپردازیم به آدمایی که در تاریخ ایران تابلوهای ماندگارن، افتخارن، از قدیم ندیم تا همین اواخر. خوشبختانه ما در تاریخ کشورمون ستاره ژن خوب کم نداریم، آدمایی که آقازاده هایی که واقعا آقازاده هن. یعنی اون آقازاده خیلی هم درجه ای که خیلی خوبه، باعث افتخار یه ملت باشه و باعث افتخار یه تاریخ باشه، خیلی خوبه. سعی میکنیم که در یک مسابقه تور برسیم به پاسخ هر روز بخش ژن خوبمون. جایزشم الو چی بودیم؟ جایزش هم یه جلد کتابه. ما از اون پولداراش نیستیم جایزه پول خیلی درشت بتونیم بدیم، هم یه جلد کتاب تقدیم میکنیم، کار فرهنگی هم در کنارش کرده باشیم. اگر بخواید که در این بخش شرکت بکنید به 0912-94-94-500 باید شمارتون رو ارسال بفرمایید. هستن روی خط بینندمون؟ الو سلام. سلام خانم، حالتون چطوره؟ سلام، صبحتون بخیر. متشکرم. معرفی میکنید خودتونو؟ الهه ملانژاد هستم. خانم ملانژاد؟ بله. از کجا؟ از تهران. خود تهران. تحصیلات؟ لیسانس حسابداری هستم. حسابداری. شغل؟ فعلا بیکار. سن؟ سن 32. 32. خانم ملانژاد، امیدوارم که یا در 3 دقیقه یا با 20 سوال بتونید به آقازاده خوب امروز، به ژن خوب امروز پی ببرید. آماده این؟ بله در خدمتتون هستم. بفرمایید. خواهش کنم. 3 آدم دست پاچه لفتی به من. 3 2 1 بفرمایید. مرد هستن؟ بله. 20. معاصر؟ معاصر نه. 19. سیاستمدار؟ خیر. 18. دانشمند؟ بله. 17. موسیقیدان؟ خیر. 16. شاعر؟ خیر. 15. خواجه نصیرالدین طوسی؟ چطور یهو؟ نه خیر. 14. خواجه نصیرالدین طوسی نبودن. حالا رنگای دیگر رو امتحان کنی. بله. تو چه زمینه ای؟ نمیدونم. آره فکر کنی. دانشمند مرد معاصر نیست. قطب‌الدین شیرازی؟ کی؟ قطب‌الدین شیرازی. چی بوده؟ یه دانشمندیه. آه نه. 13. دانشمند خوارزمی؟ حالا اسم دانشمندان یه ذره برین جلوتر. 12. نه خوارزمی هم نیست. دانشمند مثلا برین سمت شهر اون دانشمند، تبریز، اصفهان، مشهد، شیراز. تبریز. خیر. 11. خیام. خیر. 10. زکریای رازی. خیر. 9.
خراسان امتحان کردین، آذربایجان امتحان کردین، حالا مثلا به این سراغ یا اصفهان یا شیراز. الو جانم صدتونو دارم. اصفهان شیخ بهایی؟ بله شیخ بهایی. علکی همینجوری گفتین ها، ولی خب گرفت درسته. شیخ بهایی این سو و آن سوی استودیو. واقعا شانسی بودین. ناامیدانه گفتین شیخ بهایی؟ بله دیگه گفتم امتحان کنم شانسمو. آره شروع کردین دانشمندا رو شمردن، ولی خب شانس باهاتون یار بود. بله. 8 اسفند 925 شمسی، 8 شهریور 1000 شمسی هم شیخ بهایی نازنین فوت کرده. خانم ملا نجات خیلی ممنونم، یه کتاب بهتون هدیه میدیم. تشکر میکنم از شما و برنامه خوبتون. زنده باشید، خدا نگهدارتون باشه. زنده باشید، ممنونم، متشکرم، خداحافظ. اما رفقای جوان من، این ژن خوب، این آقازاده دوست داشتنی شیخ بهایی که بود؟ حکیم، فقیه، عارف، فیلسوف، منجم، ریاضیدان، شاعر، ادیب، از دانشمندان نامدار قرن دهم و یازدهم هجری شمسی، متولد 8 اسفند 925 خورشیدی در بعلبک، از نوادگان حارس همدانی. ۹۵ کتاب و رساله از ایشون باقی مونده. از مهمترین آثارش میشه به کشکول اشاره کرد و شاگردان زیادی داشتن، از معروفترینش بین ما ملا صدرای شیرازی. خدمات فراوانی که به علم ستاره شناسی داشته، یونسکو سال 2009 نام ایشون رو در لیست مفاخر ایران قرار داد. ایشون در معماری فوق‌العاده بودن. در اصفهان آثار فوق‌العاده‌ای از ایشون به یادگار مونده، مخصوصا مسجد امام، حمام شیخ بهایی و همچنین طرح تقسیم آب زاینده. در سال 1000 خورشیدی روی در نقاب خاک کشیدن در اصفهان و مزار ایشون در مشهد و در حرم امام رضا است. بهاءالدین محمد ابن حسین عاملی، معروف به شیخ بهایی. خیلی متشکرم. ایشون خودشون آقازاده حساب میشن یا فرزندشون؟ خودش میشه جن خوب، فرزندشون میشن. آره اینا بره. حالا آقازاده که اصلا ذاتاً بد نیست. آقازاده اگه خوب باشه خوبه. آقازاده خوب و بد و ناخلف و اینا داریم. آره اینا میتونه آقازاده باشه، هممون آقازاده ایم بالاخره. بابامون آقایی بوده، دلیل نمیشه که. ولی خب ما حالا چه پسر شیخ بهایی چه خود شیخ بهایی که پسر یکی بوده، از این آقازاده ها بیش باد. انشالله الهی آمین. انشالله بریم ترقوزآباد. ترقوزآباد بر این ترقوزآباد در 72 ساعت گذشته ماجرایی شده. عده گفتن دوقوزآباد، یه عده گفتن ترقوزآباد، یه عده پا شدن رفتن اونجا سردر، جایی که آقای نتانیاهو در سخنرانیشون گفته بودن عکس سلفی گرفتن. گروه حالا خورشید هم دیروز دوربینشون رو برداشتن، با مختصات جغرافیایی رفتن همون سردر رو پیدا کردن. یه گزارش خوبه
مستند ببینیم از اعزام گروه حقیقتیاب حالا خورشید به ترقوزاباد کوچه چی؟ مهران بود فرشید؟ نه کوچه هم مهر ترقوزاباد حالا کلا بریم در ترقوزاباد ببینیم چه خبر بوده بفرمید امروز سایت دیگه رو نشون میدم به شما یک تأسیسات دومی انبار مخفی اتمی ایران در سه مایل دورتر از اون منطقه اجازه بدید بهتون نشون بدم که یک محل پنهان هسته‌ای به چه شکلی است این شکلی نگاه کنید این شکلی آقای نتانیاهو یه تصویری نشون داده بله. و ادعا کرده که اینجا تسلیحات هسته‌ای ایران هست بله بله دقیقا خود همینجا خب بنده خدا حرفی که زده همینجاه بعد اینجا چیز خاصی نیست یه انبار متروکه است الان توی پوششی انبار متروکه شما اینجا چیکار میکنید؟ چیکار میکنیم؟ اهل روستاییم دیگه ترقوزاباد اینجا دیگه نه شما این تو چیکار میکنید؟ اینجا من کار خاصی انجام نمیدم اینجا ما گذرمون روزی 100 بار اینجا رد میشیم هیچ چیز خاصی فقط یه نگهبان داره میره و میاد و دو تا نمیدونم سگای ولگرد اینجا رو وای میسن به ما میگی که اینجا کجاست اینجا ترقوزاباد که یه جهانی شده دیگه آقای نتانیاهو دیگه گفتن دیگه کجاست دیگه چرا به اینجا میگن ترقوزاباد اینجا یه قدمت خیلی بالایی داره که حالا توضیحاتش خیلی زیاده اگه نیاز هست من بدم توضیحاتش رو نه فقط میخوام بدونیم ترقوزاباد یعنی چی اسمش ترقوزاباد اینجا کشت پنبه خیلی میشده پنبه هم که توی یه قوزهایی بودن وقتی که کشت پنبه انجام میشده یعنی یک توری از قوز اینجا پهن بوده که بهش ترقوزاباد میگفتن در زمان کشت پنبه ها حالا تو رقت عصبانی بابا از صبح تا 20 تا خبرنگار اومده اینجا خب مشکل واسهش کردم از عالی روساقه چیزی اینجا نیستش که آقای نتانیاهو شما خودتون پر تسهیلات اصلی هستید اونجا خوب ما هم آدرس خونه شما رو بدیم جدی فکر میکنم یه عده نتانیاها رو دارن سر کار میذارن این دفعه دیگه اجازه شدن به دلغزاباد نمیدونم حس میزنم یه عده سر کارش گذاشته فکر کنم که تصاویر به اندازه کافی گویا بود که دیگه من صحبت دیگری ندارم چرا من نیومدم؟ در من همه برای بچه های ترقوزاباد گرم اونجا خیلی تحویلمون گرفتن رفیقا خیلی بال بود گو خوب منم آدرس خونه شما رو بدم بنده خدا عصبانی بود هی میرفتن اونجا خیلی خبرنگارا دیروز آره اونجا بودن گزارش بگیرن امروزم تو روزنامه ها بود دیگه حالا اینم فیلمش بله اما واقعا زندگی در ترقوزاباد غیر ترقوزاباد یه جذابیت هایی داره که در کنار این همه گرفتاری و بدبختی که مثلا میگیم تو زندگیمون هست مسائل مالی و گرفتاری اینها این نعمت ها رو فراموش نکنیم پرویز بهشون میگه چی آجیل این کوچولوها رو مغز بادوم مغز هم آجیل دیگه به نوه میگن پدر بزرگا مادر بزرگا به نوه میگن مغز بادوم من مغز بادوم مغز بادوم حالا یه کار بامزه کردم بچه‌ها یه ماشین رو یک دستگاه خودروی تیبا رو سفید دادم دست بچه‌ها رنگش کنن چه کاریه
رنگ رنگای گواش. آها پاک میشه. آره نه بیاد رنگ الان این میلیون تومن پول تیبا، همین که ما این ریسک رو کردیم که گواش بزن. گفتم نکنه مثلا پشتوانه مالی حالا خورشید مثل مثلا این فیلم های هالیوود شده. ماشین میزنه داغون میکنه ماشین. نه نه همشون ویژوال افکت تربیه ثابتی به شدیدترین شکل ممکن برخورد میکنه. حالا خلاصه از دست بچه ها در رفته یه خودروی تیبای سفید رو دادن کوچولوهای قد و نیم قد رنگش کنن و ازش تصویر گرفتن، خیلی بانمکه. برای حسن ختام برنامه‌مون این یه دقیقه کوچولو رو ببینین، کیف کنین از دیدن به قولش این مغز بادوما و فندقا و آجیل ها دور این خودروی سفیدی که رنگش میکنن. ببینین اصلا بعضی وقتا بی خود و بی جهت اداره امور رو بدیم دست بچه ها. بود یه فیلمی به جان خودم سال 73-74 و اینا بود فکر کنم، پاتال خانم اعتمادی چیه؟ پاتال با آرزوی کوچه، اونی که شهر دست بچه ها بود اون بود؟ نه 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 این اون نبود، یه عروسکی بود آرزو رو برابر پاتال آرزوی کوچه. نه یه فیلم بود که شهر دست بچه ها بود، تو یادته؟ چی؟ دزد عروسکا رو. نه بابا دزد عروسکا رو که میدونم، ولی نمونای زیاد ساخته شده. حتی من سریال های دیدم که اپیزودیک بوده، مثلا یه اپیزود همچین اتفاقی افتاده من تا یادم، مثلا بچه‌ها کت چلوار می‌پوشیدن و سیبیل می‌ذاشتن و آره. یکی مدیر نه یه دونه ایرانیش بود آخه، معما شدم کدوم فیلم بود، خیلی باحال بود ولی فرمایش شما رو اجرا کرده بودن. شب پلیس بچه بود، نمیدونم پزشک بچه بود. نه عزیزم من نگفتم شهر بدن دست بچه بود، یه جاهای امور کار رو بدن دست بچه ها. اطاعت میشین رو مکتوبش کنیم بدیم به آقای رئیس جمهور. البته آقا این بدآموزی نداشت. چی؟ شهر دست بچه ها اسم فیلم شهر دست بچه ها بود. این بدآموزی نداشت آقا. الان مغز بادومایی که شما فرمودید ماشین بابا رو بردارن این شکلی بکنن. اول بعضی از مغز بادوما باید به بابا بگن تیبا رو بخر، بعدا گواش بخر. اینم هست دیگه. نه این برای جلوه های بصری بود، وگرنه این که نکنید از این کارا. بله نکنید. بریم دیگه ساعت 10 ما از 7 صبح در خدمتون هستیم و متشکرم از بچه ها در پخش، بچه های تولید، تصویر بردار هامون، بچه های واحد سیار، بچه های ارتباطات، ماهواره، نمیدونم فیبر، همه شون زحمت کشتن امروز که خیلی طولانی از 7 صبح. از فردا همین رواله 7 صبح ما برنامه رو آغاز خواهیم کرد که هم کسایی که زود از خونه میزنن بیرون بتونیم بر اونا برنامه پخش کنیم، هم شما که الان راحت نشستید و دارید برنامه رو نگاه میکنید. فردا 7 صبح باز در خدمت. بله خیلی ممنونم که نگاه کردید به ما، که حالا پرویز شوخی میکنه واقعا به من که خیلی سری گذشت، حالا 2 ساعت و حدود 42 دقیقه سری هم نگذشت ولی خب خوب به من اینطوری بود واقعا. خیلی خوب و خوش گذشت، شاد باشید. خیلی متشکرم که ما رو دیدین، تا فردا که خدمتتون میرسیم خیلی خیلی مراقب حال خوب خودتون باشید. قربون شکل ماهتون، تا 7 صبح فردا سر حال و با انرژی برای همه ایرانی های دست خوشگل بزنیم و با انرژی برنامه رو تمام بکنیم. شنبه خوب، آغاز هفته درجه 1 و خوب در انتظار همتون باشه. بفرمایید دست خوشگل برای همه بزنیم. خسته نباشین، خسته نباشین، خیلی متشکرم، خسته نباشین.